به نام حضرت باری و با امید به لطف و عنایت حضرت حق و با سلام به یکایک دوستانی که در این محفل حاضرند و سخنانم رو مستقیم میشنوند یا احتمالاً کسانی بعداً خواهند شنید. همون گونه که گفته شد این جلسه دومین بخش از صحبت من در ارتباط با قیام مختار و البته با این برنامه سلسله گفتارهای من هم در باب ده فراز از تاریخ قرن اول اسلام به پایان میرسد. امیدوارم که در این بیش از یک سال در این 15 جلسه وقت دوستان تلف نشده باشد و به هر صورت در حد متعارف این صحبت ها و سخنانی که اینجا گفته شد و مطالبی که عرضه شد در حد خودش مفید و روشنگر بوده باشد. در باب قیام مختار اون دفعه من یک مقدماتی گفتم و بخشی از صحبت من رو هم ارائه دادم و بخشش ناتمام ماند و موضوعاتی که من مطرح کرده بود، یعنی فهرست کرده بودم و عناوینش رو می‌خواستم بگم، شش موضوع بود که فقط تیتراش یادآوری می‌کنم که دوستان یه خورده اون انسجام بحث رو به دست بیارن. قسمت اول یک گزارش کوتاهی از زندگی نامه مختار بود، به دلیل اینکه می‌دونستم وقت نیست، خیلی مختصر و مجمل و گزارا ازش عبور کردم و ببخشید بخش اول در ارتباط با قیام توابین بود که خلاصه‌ای و گزارشی ارائه دادم و دوم زندگی نامه مختصر مختار بود و سوم هم مثل اینکه بدون عینک نمیتونیم ببینیم ارتباط مختار با اهل بیت بود که تقریبا ازش عبور کردم و فکر میکنم در ضمن بحثایی که دیشب در سه قبل گفتم و امروز ارائه خواهم داد و جنبندگی خواهم کرد، کم بیش پاسخ این قسمت هم روشن خواهد شد و معلوم می شود که آیا مختار واقعا از طرف شخصیت های بزرگ شیعی اون زمان امام زین العابدین و محمد حنفیه به گونه ای که خودش ادعا می کرده، آیا واقعا از طرف اونها نمایندگی داشته، می تونسته که از جانب اونها این کارا رو انجام بده یا همه این کارهایی که کرده مورد تایید اون بزرگواران بوده یا نه. خود این بحث من یعنی فصل چهارم روشن خواهد کرد. فصل چهارم اهداف و اعمال مختار بود که در این زمینه یک متنی رو از رو خوندم، بخشیشو بخشی بیشترش مونده که امشب خدمت شما ارائه خواهم داد. و فصل پنجم هم ایرانیان در سپاه مختار بوده که اگر به میزانی که فرصت هست بعد از اینکه این بحث اصلی من تموم شد این بخش به پایان رسید، اون وقت در این زمینه هم در حد فرصتی که هست خلاصه خواهم گفت که ایرانیان در سپاه مختار چقدر بودن، چگونه بودن، چرا بودن. و ششم هم میراث قیام مختاره که مجموعه این دو گفتار من در واقع همون قسمت آخر خواهد بود، منتها قسمت آخر در واقع جنبندی و پیام مجموعه مطالبی است که خدمت شما گفتم و حتی اشاره هم در اون جلسه به این مثلا جمله اصلی میراث مختار کردم که امشب هم در جنبندی ارائه خواهم داد. اما مطالبی که در بخش چهارم، فصل چهارم، یعنی اهداف مختار، اهدافی که اعلان کرده بود و خودش هم در عمل تلاش کرد که اون اعمال رو انجام بده، یعنی به اون هدفهای گفته شده که مختار برای خودش در نظر داشت از کنم به هدف قیامش رو مشخص کرده بود، تا حدودی اینها رو انجام داده. و من در این بخش چهارم به ارزیابی این اهداف، گفتارها، رفتارها و عمل کرده مختار پرداختم که 9 نکته رو خواستم خدمت شما یادآوری بکنم که این 9 نکته، نکته 3 نکته رو در جلسه پیش گفتم و اکنون 9 نکته دیگر رو
9 فراز دیگر رو امشب خدمت شما خواهم گفت. بنابراین دیگه اون 3 نکته ای که قبلا گفته شد اونا رو دیگه تکرار نمی کنم، از فراز 4 از نکته 4 شروع می کنم و بازم مثل جلسه پیش سعی می کنم که از متن استفاده کنم، هرچند می دونم که متن خوانی و روخوانی ولو اینکه سخنرانی از راه دور باشه، ولو اینکه چشم به چشم نباشه، چهره به چهره نباشه، یه خورده ملال آوره، یه خورده خسته کننده است. ولی در مقابل اگر دوستان تحمل کنن که انشالله خواهند کرد، عرض کنم که آدم میتونه که مطالب دقیق تر و مشخص تری بگه تا اینکه بخواد از حافظه استفاده بکنه. بالاخره نقطه 4 که در نقد و بررسی اهداف و اعمال مقدار بوده به این ترتیب که شما ارائه میدم. فرضاً تمام افراد کشته شده به دست مختار که حالا رقم‌های بالای 20,000 30,000 بیشتر کمتر گفته شده که حالا در زمین متن اشاره خواهد شد، فرضاً تمام افراد کشته شده به دست مختار در کربلا حضور داشته که نداشتن و به واقع مجرم و در خور قصاص نفس بودن. چون مختار چی گفته بود؟ هدف مختار چی بود؟ اونچه که اعلان کرده بود باید از قتله امام حسین و شهدای کربلا من باید انتقام بگیرم. یعنی چی قصاص نفس کنم؟ چون اونچه که ما در اسلام داریم انتقام و نمیدونم تشبیه قلب و این چیزا که نداریم، که اونچه که به لحاظ حقوقی داریم در اسلام قصاص قتل نفسه که سریع قرآن هم هست. قصاصه و اونم قصاص قتل نفسه. بنابراین مختار که مدعی بوده که من میخوام که از قاتلان حسین به اصطلاح قصاص نفس بکنم و خب مگر چند نفر از اینا در داستان کربلا حضور داشتن، چند نفر از این افرادی که کشته شدن حضور داشتن، چند نفر از اینا در قتل شریک بودن. خب در اون نقطه اول دوم سوم به این موارد کم بیش من اشاره کردم که هیچ مشخص نیست کسانی رو مختار مجازات کرد که اصلا در کربلا حضور نداشتن. مجازات مرد برای کسانی که در کربلا حضور نداشتن چه توجیهی دارد؟ اینو تمام مورخین نوشتن. مختار کسانی رو به مرگ محکوم کرد، اونم به اشد با شکنجه و با مسله کردن و با تو آب جوش سوزوندن و نمیدونم دست قصد دست پا و با مثلا اشد مجازات به اصطلاح اوغانها اینا رو مجازات کرد. اساسا در کربلا حضور نداشتن، نه خودشون اعتراف میگفتن نداشتن و هیچ شاهد و قرینه ای هم وجود نداشت که در کربلا وجود داشته باشه و یا میتواند وجود داشته باشه. چه توجیهی واقعا برای مجازات افرادی که در کربلا نبودن وجود داره؟ حالا فرضاً کسانی که در قتل حسین شرکت داشتن، فرضاً کسانی که در اونجا نمیدونم حضور داشتن یا نمیدونم کمکی کردن، دستی در داستان داشتن، خیلی خوب، حالا فرضاً برای این بذاریم که اونها مستوجب مجازات، اونها مجازات مرد، ولی اونایی که نداشتن چی؟ اونا چه توجیهی داره؟ چرا برخی زنان متهمان به حبس و آزارهای اون محکوم شده و مجازات شدن؟ علاوه بر مردان برخی از زنان هم به سبب مجازات محکوم شدن در داستان کربلا. خب اینا چه برای چه؟ به چه دلیل؟ این چه توجیهی داشته؟ چودی شرعی، عقلی، اخلاقی، حقوقی، نمیدونم با همون معیارهای اون زمان. من اون دفعه چند بار تکرار کردم معیارهای من در بررسی این داستان و نقد و بررسی اعمال و رفتار مختار، نمیدونم که اعلامیه جهانی حقوق بشر و قواعد و مقررات قرن 20 و قرن 21 نیست. منظور من همون معیارهاست، یعنی همون معیارهایی که ما از اسلام در نظر داریم، همون معیارهایی که کم بیش از قرآن آموختیم. آیا همون معیار در اون زمان رعایت می‌شده؟ زنان چرا در این زمینه به حبس و آزارها محکوم شدن؟ چون مواردی وجود داره که مختار زنان رو به حبس محکوم کرد، البته به عنوان که همسرانشون رو معرفی کنن. خراب کردن خانه‌های متهمان و یا سوزاندن اونها چرا و با کدام مجوز شرعی؟ خب مواردی در تواریخ آوردن که مختار دستور داد خانه‌های اونها رو خراب کنن. یک سنت پلید و زشتی که الان اسرائیل در قرن 20 و 21 این کار انجام میده، متاسفانه به عنوان یک کشور دموکرات خاورمیانه و مدعی حقوق بشر عرض کنم که در اونجا انجام میده. میدونید که اسرائیل فلسطینی هایی که اگر تا
طبق نظر ماموران امنیتی و یا ارتش اونجا تشخیص بدن که یه نفر از یه خونه سنگ پرتاب کرده به طرف اسرائیلی ها، برمیدارن اون طرف رو تحت تعقیب قرار میدن، اگه پیدا کنن میکشن، که هیچی خونه رو هم بر سر ساکنانش خراب میکنن. یه سنتی است که اسرائیلیان دارن، من نمیدونم اینا رو از کجا آوردن، شاید از توراتشون گرفتن. و مختار موارد متعددی همین کار کرده، خونه های افراد رو خراب کرده و افراد رو سوزنده. اینا با کدام مجوز شرعی هست؟ سوزندن افراد با کدام مجوز شرعی صورت گرفته؟ البته سوزندن افراد رو ما در موارد دیگه هم داریم، در مورد حضرت علی هم گفتن که نمیدونم که کسانی که درباره او غلو کرده بودن ما رو در آتش سوزن، که به هیچ وجه قابل قبول نیست و به اصطلاح در جای خودش باید بحث بشه. و به هر حال سوزندن افراد در صدر اسلام فقط محدود به مختار نیست، موارد معدود دیگری هم در منابع تاریخی آمده، ولی هیچ کدام از اینها قابل قبول نیست، برای اینکه با معیارهای قرآن و سنت نبوی سازگار نیست. پنجم، این تا کنون چهار نکته، و نکته پنجم، باز با فرض استحقاق مجازات افراد به مرگ، فرض برای این بذاریم که این افرادی را که محکوم به مجازات مرگ شدن، اینها حالا برفر درست باشه، چرا اون همه سنگدلی و شکنجه و مصلح کردن و سوزندن اجساد و بدتر از اون زنده سوزندن افراد، نه تنها جسدها رو سوزندن، افراد زنده زنده در آتش سوزندن، افراد زنده زنده در روغن بیگ روغن جوشان انداختن. بر حسب اون منابعی که از تو منابع تاریخی نوشتن، 50% اینها هم مبالغه باشه، روایات جعلی باشه، 50% دیگرش هم درست باشه، 1% اینها، 1 مورد از اینها هم وجود داشته باشه، قابل، البته قابل چشم پوشی هست در چنین جریانی، خب ممکنه که 1 موارد اشتباهی هم صورت بگیره، ولی به هیچ وجه به اصطلاح از نظر حقوقی قابل دفاع نخواهد بود. یعنی کسانی که اینا رو هم بگن خیلی خب تصادفاً اینجوری اتفاق افتاد، غیر ارادی اتفاق افتاد، ولی حداقلش باید محکوم کنن که این روش و این سنت ها سنت های درست و معقول اخلاقی و انسانی نبوده. ششم، این پنج نکته، نکته ششم، پرسش مهم آن است که حدود 6 سال پس از رخداد عاشورای سال 61 هجری چگونه و از چه طریقی جرم افراد ثابت می شده است. دقت بکنید، این نکته خیلی مهمه. از چه طریقی؟ شما از ما ممکن سوال بکنید که خیلی خوب، در منابع چی گفتن؟ از چه طریقی ثابت شده؟ حکمی بوده؟ دادگاهی بوده؟ محکمه‌ای بوده؟ رسیدگی بوده؟ نه، اون چه که در منابع آمده نبوده. حالا اگرم به واقع بوده، امروز در منابع اینا دیده نمی شود. ظاهر قضیه این است که همین جوری که نسبت یک فرد یا سوءزن پیدا می‌کردن، یا کسی رو متهم می‌کرد که این در کرارا بوده، آقا من خبر دارم که او بوده، بله من دیدم که او بوده، همین داستان‌های شگفت انگیزی که در دوران بعد از انقلاب خودمون در همین 40 سال قبل در ایران شاهد بودیم، که آقای خمینی آمد گفت فتوا داد که نمی‌دونم جاسوسی برای اسلام واجب است، خب همسایه رو لو می‌داد، اون یکی با یکی دیگه مخالف بود رو لو می‌داد که این منافقه، این مرتد، این نمیدون دشمنه، این التقاطیه، اون یکی نمیدونم فلانه. خب مامورین هم می آمدن، گاهی رسیدگی، گاهی به اصطلاح دستگیر می کردن و دستگیری های وسیع و گسترده‌ای صورت می گرفت. بعضی از این افراد خب معلوم شد بی‌گناه آزاد می شدن، بعضی ها مدتی می موندن، تا بعضی ها شکنجه می شدن، بعضی ها اعدام شدن، جانشون رو از دست دادن. همین در 40 سال پیش خودمون هم در این هرج و مرج و بکش بکش ها و بگیر ببنده ها شاهدش بودید. حالا شما در نظر بگیرید در 1000 و نمیدونم که حدود 400 سال پیش در یک شهر پور آشوبی و پرتنشی مثل کوفه، که حالا یکی پیدا شده میخواد که از انتقام مثلا از قتله کربلا و امام حسینی که خب در اون زمان خیلی ها متأثر بودن از این حادثه، خشمگین بودند امویات، عبیدالله زیاد از ماموران حکومتی، خب پیداست که این کار انجام میشه دیگه. و اینکه انتظار داشته باشیم که دونه دونه این 12,000 نفر که میگن کشته شدن تو دادگاه برده باشن، محکمه صورت گرفته باشه، قاضی وجود داشته باشه و حرفای اونها رسیدگی شده باشه طبق معیارهای همون زمان، اصلا چنین انتظاری وجود نداره، عملا نمیتونسته وجود داشته، در منابع هم به هر حال نیامده.
درست است در اون زمان آیین دادرسی نوین و کنونی وجود نداشت، ولی قضاوت امر خطیر بوده در همون زمان و در عمل نیز در چارچوب‌های قواعدی کم و بیش روشن انجام می‌شده است. قواعد در همون زمان هم بالاخره قاضی وجود داشته دیگه. درست دادگاه و محکمه و پرونده و استیناف و نمیدونم دادگاه اول و دوم و وکیل و اینجور چیزا که قطعا نبوده، خب روشنه، گفتن نداره. ولی با همه این حرفا بالاخره قضاوت وجود داشته. قضاوت در اسلام امر بسیار بسیار مهمه. اون روایت مشهوری داریم که پیغمبر فرمود که لا یجلس هذا المجلس نبی او وصی او شقی، یعنی همین دیگه، یعنی نشون دهنده امر قضاوته. امروز پیغمبر کسانی رو که به قضاوت میفرستاده برای یمن یا جای دیگه، مثل معاذ بن جبل یا علی بن ابی طالب یا بعدها در دوره خلفای راشدین یا حتی خلفای اموی عباسی، اگر کسی رو به عنوان قاضی به اصطلاح انتخاب میکردن، امروز به اصطلاح محدثین و علمای علم حدیث و علم رجال و اینها برای اینها یک اعتبار دیگری قائلن. یعنی معلوم میشد که اینا هم عالمن، هم آشنا با مسائل فقهی و شرعی هستن، هم عرض کنم که آدمهای معتبر و آدمهای معتدل و آدمهای به اصطلاح مورد قبولی بودن دیگه. یعنی اصولا سلسله قضات در تاریخ، همه جای تاریخ البته کم پیش قاضی همین اعتبار داشته. حالا قاضی گاهی بعضی ها بودن عادل بودن، بعضی ظالم بودن، بعضی ها نمیدونم خوب عمل کردن، بعضی ها بد عمل کردن، ولی با همه این حرفا مقام قضاوت همیشه در همه تاریخ، در همه مقاطع تاریخی، در تمام جوامع مهم بوده و از این نظر بهترین آدم رو، عادلترین آدم رو، داناترین آدم رو، صبورترین آدم رو به قضاوت انتخاب میکردن. به همین دلیل گفتن که مختار در آغاز خود به کار قضاوت میپرداخت. در منابع آوردن مختار از قضا خودش در آغاز کار، در اوایل کار خودش در کوفه قضاوت میکرده و سپس برای کوفه قاضی رسمی و به نام قاضی رسمی به نام تعیین کرد. احتمالا به خاطر این بود که دیگه درگیری ها و گرفتاری هاش زیاد شده بود، خودش نمیرسیده، عرض کنم یک کسی دیگر به عنوان قضاوت انتخاب کرده بود. تعیین قاضی رسمی از زمان ابوبکر سنت بوده و همواره خوشنامترین و عالمترین و عادلترین فرد برای این مقام برگزیده می شده و شخص مختار نیز چنین کرده است. یعنی مختار هم خودش قضاوت کرده، پس سنت قضاوت قبول داشته و هم وقتی که خودش نمی رسیده یا به هر دلیل بذاشته کنار، کسی رو به مقام قضاوت کوفه انتخاب کرده بوده. خب معلوم بشه که مختار اصل قضاوت رو قبول داشته دیگه. اما در جایی ننوشتن که متهمان مورد نظر مختار و دیگر خونخواهان در دادگاه قاضی منصوب کوفه محاکمه شده و درباره اون حکمی صادر شده باشد. من لاقل در کنه در جایی ندیدم که مختار مثلا این افراد آورده گردن زده، به هر شکل مجازات کرده و هر ترتیبی نابودشون کرده. اینا رو اول در یک محکمه قاضی کوفه که خود مختار منصوب کرده بود به دعاوی اینها، به اتهامات اینها رسیدگی شده، قاضی حکم کرده که اینو بکشید، خیلی خوب بکشید، گردن بزنید، خیلی خوب گردن بزنید، یا نمیدونم فلان بلا رو به سرش بیارید، تو بیارید. آیا واقعا چنین چیزی بوده در محکمه قاضی چنین دادگاهی صورت گرفته و چنین حکمی صادر شده؟ نداریم، حداقل بنده ندیدم. مدافعان مختار باید سند و مدرک بیارن که مختار اینا رو اول در دادگاه محاکمه کرده، بعدن بعد از رسیدگی اینا رو مجازات کرده. گزارش‌های تاریخی نشان می‌دهد که به گواهی هر کسی مبنی بر حضور فلان شخص در کربلا و یا اندکی مشارکتی در اردوی دشمن اهل بیت بیدرنگ به قتل رسیده است. منابع تاریخی آوردن، فراوان آوردن، مدافعان مختار گفتن، مخالفان مختار هم گفتن که به محض اینکه کسی رو متهم می‌شده، یک کسی گزارش می‌داده که فلان که در کربلا بوده، بلافاصله بیدرنگ دستگیر می‌شده و مجازات می‌شده. خب این با کدوم معیار می‌خونه؟ آخه چجوری میشه بعد از این دفاع کرد و این رو منطقی و معتبر دانست؟ در فضا و شرایطی که خشم و نفرت حاکم شده است، طبعاً راه برای کینه‌جویی‌های فردی و شخصی باز شده و افراد به راحتی می توانستند دشمنان واقعی یا فرضی خود را متهم کنند و انتقام خود را بستانند.
شواهد نشان می‌دهد که چنین رخدادهایی در زمان مختار فراوان رخ داده است. یعنی در چنین هرج و مرجی، در چنین وضعیتی اصلا طبیعی الان هم باشه همینجوری، همونجوری که اشاره کردم در همین 40 سال پیش در زمان خودمون در همین انقلاب ایرانی که به اصطلاح قانون اساسی داشت و دادگاه داشت و تفکیک قوا داشت و نمیدونم وکیل داشت و همه اینا تو قانون اساسی آمده بود دیگه. زمانی که نوادش اتفاق میافتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی سال 58 نوشته شده بود، ولی علارغم همه این حرفا دیدیم چه اتفاقاتی افتاد. ما شما در نظر بگیرید در کوفه ملتهب هیجان زده غرق در آشفتگی و انتقام جویی و خشم و کینه و نفرت، اینکه انتظار دادگاه و محکمه باشه خب طبیعیه که مقبول نیست. هفتم، شش نکته تا اینجا گفته شد. نکته هفتم این که این نکته نیز بی اهمیت نیست که با در نظر که در نظرگاه بی‌طرفانه در اصل مدعای ضرورت سارخواهی و قصاص نفس از متهمان کربلا میتوان مناقشه کرد، چرا که اقدام کنندگان بر ضد حسین ابن علی خود را بر حق و حسین را بر باطل میدانسته و نیز به دلیل مأموریت‌های مأموریت حکومتی خود را معذور میدانستند. المأمور و معذور الان به صورت ضرب المثل در آمده دیگه. اگر واقعا دادگاهی تشکیل میشد، محکمه‌ای تشکیل میشد، مثلا شمر و عمر سعد و حالا اینا که سرانشون بودن، نه حتی آدمای دونپایه، افرادی که به خاطر طمع مالی، زندگی غارتی، چیزی مثل سنت اون زمان رفته بودن در کربلا که میگن حداقل 500 نفر شرکت کرده بودن، اینا که شاید بسیاری از اینا امام حسین نمیشناختن، بسیاری از ماجرا خبر نداشتن، آدمای سیاسی هم نبودن، رفته بودن برای به دلیل اینکه امیر کوفه گفته بود، به خاطر اینکه دستگاه خلافت گفته بود، خودشون مأمور و معذور میدونستن و فکر میکردن که امام حسین واقعا خروج بر خلیفه کرده، بنابراین مستوجب کفر، مستوجب مرگ، مستوجب مقابله است. خب اینا رو باید در نظر گرفته که امروز اگر کسی اگر بنده یا هر کسی دیگری به عنوان یک مورخ درباره اون دو دوره داره اظهار نظر میکنه، اینا رو باید در نظر بگیره، اینا رو باید لحاظ کنه. همه اعمالی که همه ما در هر زمانی که انجام میدیم، هر کدوم البته شاید برای خودمون دلیلی داریم، اما ممکنه دلایل علیل باشه، دلایل موجه نباشه، دلایل قابل قبول نباشه، این درست سر جاش درست باید بررسی بشه بعد. اما به هر حال هر کسی برای خودش توجیهی داشته داره در اون زمان دیگه. احتمالاً این افراد مخصوصا دونپایه، حالا چند تا آدمای سرانشون و رهبرانشون رو فعلا استثناء کنیم، این ماموران دونپایه، افراد عادی که قربت نلالا رفتن کربلا برای کشتن حسین و بعد آمدن جایزه گرفتن یا بعد خیلی را خوشحالی کردن از اینکه خواسته خلیفه یا امیر عبیدالله بن زیاد رو برآورده کردن، خب اینها بالاخره حرفی داشتن دیگه برای خودشون دیگه، میگن ما به این دلیل گفتیم المأمور و معذور. درسته به المأمور و معذور ما امروز رد میکنیم، میگیم از نظر اخلاقی قابل قبول نیست، از نظر قانونی قابل قبول نیست، از نظر شرعی قابل قبول نیست، ولی این یک توجیه تا حدود موجهی هست که افراد میتوانند برای کارشون و رفتارشون ارائه بدن. از این رو اگر آنان مجالی برای، یعنی اون متهمانی که مختار اینا رو مجازات کرد، اگر مجالی برای دفاع از خود پیدا می کردن، بی تردید برای موجه کردن افکار و اعمالشون به انواع دلائل و قواعد شرعی و حقوقی اون زمان متوسل و متوسق می شدن. هیچ تردیدی وجود نداره. همون گونه که بعدها برخی عالمان و فقیهان و مسلمان، البته تعریف شده در گروه سنی و سنتی اهل سنت، در مقام دفاع از اقدامات حکومت وقت یعنی یزید و عبیدالله داد سخن داده و برای موجه ساختن کارهای حاکمان وقت سخنها گفتن، نه تنها در اون زمان بلکه قرنها بعد، مثل ابوبکر ابن عرض کنه ابن عربی معروف، البته اون با اون محی الدین نیست، ابوبکر ابن مثلا ابن عربی معروف عرض کنم در کتاب القواسم الی العواسم که در قرن هفتم نوشته شده، آمده انواع و اقسام روایات و چیزایی که آورده و میگه ما متاسفیم که حسین کشته شد و این فاجعه بود برای جهان اسلام و برای مسلمان ها، اما چه کنیم که حسین به شمشیر جدش کشته شد. بعد روایاتی از پیغمبر میاره که هر کسی علیه خلیفه ای وقت قیام کرد، شورش کرد، عرض کنم که او رو بکشید. بنابراین امام حسین به شمشیر جدش کشته شد. 700 سال بعد از حادثه عاشورا
یک عالم دینی، فقط هم که ما نمیتونیم بیایم بگیم که این عالم دینی نفهم بوده، نادان بوده، دشمن بوده، نمیدونم آگاهانه این حرفا رو زده. خب یه فکر رایج زمانه بوده دیگه، همونجوری که راجع به زندگی شمر نوشتن، شمر معروف دیگه، دیگه بدنامتر از شمر ما توی داستان کربلا واقعا نداریم دیگه. شمر بقیه از زمان حضرت علی بوده، تو جنگ صفین بوده، از آدمهای بسیار نکونام و بسیار خوش سابقه بوده در تاریخ اسلام، از عباد و زهاد بوده، چه پیش از داستان کربلا چه بعد از داستان کربلا. یکی از راویان میگه که من دیدم که یک نفری در مسجد کوفه شبها میاد تا صبح در حال تهجد و عبادت و از این حرفا، و خیلی غبطه خوردم با حالش که این چقدر آدم عابد و زاهدی است. نگاه کردم ببینم کیه، دقت کردم دیدم این شبره من زرجوشنه. بعد وقتی که اینو دیدم باش صحبت کردم و بهش گفتم که خب تو که اینقدر اهل عبادت و زهد و نماز شب و عبادت هستی، چگونه در کربلا حضور پیدا کردی و چگونه در اونجا فرزند رسول خدا رو تو را اونجا کشتی و نمیدونم داستان؟ خب نگاهی به من کرد، گفت من کار خلافی نکردم، من طبق دستور امین خودم عمل کردم، من طبق دستور فرمانده خودم عمل کردم. یه ضرب المثلی است در چیزهای نظامی، الان هم ضرب المثل میان مالا نمیدونم از کی از کجا پیدا شده، میگن ارتش چرا نداره؟ وقتی که فرمانده در میدان جنگ به دستور میده این کار بکن، باید بکنی. اگر این کار نکردی محاکمه صحرایی میشی، اعدام میشی. داستان است که همیشه این تاریخ به اصطلاح بوده، وجود داشته دیگه. حالا الان حرف من اینه، من در مقام به اصطلاح یه ضرب المثلی هست میگن که من در مقام وکیل شیطان دارم این حرف رو میزنم، میگم فرض برای این بگذارید که برای شم دادگاه تشکیل میشد، برای فلان مأمور دونپایه به خصوص دادگاه تشکیل میشد، خب اینا رو به دادگاه میآوردن، قاضی سوال میکرد تو برای چی رفتی کربلا، برای چی رفتی شخصیت مثل حسین بن علی رو کشتی، یا نمیدونم فلان جنایت کردی، فلان کار انجام دادی؟ میگه من طبق قایده زمانه عمل کردم، طبق فرمان فرماندهانم عمل میکردم. اگر فرمان آموخته بودم که باید فرمان فرماندهانم عمل بکنم، هم ملاک حقوقی به قول امروزی ها بوده، هم شرعی بوده، و در اون زمان هم همیشه همین بوده. فرض کن اگر در سپاه علی یکی تمرد میکرد چه اتفاق میافتاد؟ در سپاه ابوبکر اختلاف یکی آمد مثلا در میدان جنگ فرمان رو نادیده میگرفت چه اتفاق میافتاد؟ من نمیگم این درست و نادرست، اصلا بحث من الان بحث ارزشی و داوری نیست. من میخوام بگم این باید در نظر گرفت، یعنی اگر دادگاه تشکیل بشه این افراد اونجا در مقام دفاع خودشون حرف میزنن، و این دفاع ممکنه که به قول امروزی ها، به قول اهل حقوق، ممکنه که این رفع تکلیف نکنن، او رو از مجرم بودن خارج نکنن، ولی یه اصطلاح اقدانه ها دارن میگن موجب تخفیف مجازات خواهد شد. موجب تخفیف مجازات میشه، حداقلش اینه دیگه. میگن خیلی خوب آقا، بعد فرمانده من گفت، امیر وقت من گفت، امیر مشروع وقت من گفت برو این کارو انجام بده، به منم رفتم کردم. خیلی حالا شما چی میگید؟ شما میگید که آقا اشتباه کردید. خب اشتباهم کرده باشم به دستور امیر وقتم انجام وظیفه کردم، بیش از این از من برنمیاد، کاری غیر از این نمیتوانستم بکنم، پس بنابراین باید مورد تخفیف قرار بگیرم حداقل. حداقل هشتم، فکر میکنم هفته رو گفتم. بله، داد سخن داده و برای موجه ساختن حاکمان وقت سخنها گفتن، هرچند اینان نیز نه تنها از قتل حسین دفاع نکرده، این ادامه همون هفتمه، بلکه اون را مصیبت بزرگ برای مسلمانان دانسته و اون را محکوم کردن، مثل ابن عربی که گفتم صاحب القواسم الالقواسم گفتم، یعنی اونایی هم که مأمورین رو معذور میدونن میگن بله اشتباه شد، فاجعه ایجاد شد، اما اونا طبق مأمور دستور فرمانشون عمل کردن، و در اینجا خود حسین به دلیل اینکه شورش کرده بود علیه خلیفه مصطفی آمد این کار، منتها اونا به دلایل دیگری داستان شهادت امام حسین محکوم میکنن، یزید رو محکوم میکنن، عبیدالله بن زیاد، یک اصطلاح به دلیل دیگری، فکر میکنم که در بررسی داستان عاشورا خدمت ما گفتم که به چه دلیل عموم، من تقریبا نظر غالبه، اگر نگم تمام، نظر غالبه
علمای اهل سنت رو در باب داستان کربلا جمع‌آوری کردم. حتی یک نفر از قدیم تا الان من ندیدم که داستان کربلا رو تایید کنن و بگن حسین به حق کشته شد. اما در این حال اونها محکوم میکنن داستان کربلا رو و اعمار و رفتار ابن زیاد رو به این دلیل که میگن حسین درسته که از اول به این قصر را افتاد، اما در نهایت عرض کنم که پیشنهاد صلح داد، تمام کوشش و تلاشش این بود که صلح بکنه و شما نپذیرفتید. شما حق نداشتید با حسین مقاتله کنید و بجنگید. یکی از این سرایحلایی که پیشنهاد داد میباید میپذیرفتید. خب اون سبب جداست، ولی جدای از اون قضیه بالاخره اینکه اون کسانی که آمدن این کار را کردن برای خودشون یک توجیهاتی دارن. هشتم، از همه اینا مهمتر، درست در سنت و سیره علوی و حسینی، اینو خب خواهش میکنم خوب دقت بفرمایید، از همه اینا مهمتر در سنت و سیره علوی و حسینی کمترین نشانی از اندیشه خونخواهی و اون هم برآمده از خشم و نفرت و کینجویی دیده نمیشود. خب مگر مختار مدعی نبود که من دارم به سیره علی و علوی ها عمل میکنم، از طرف سجاد امام علی بن حسین مثلا من نمایندگی دارم، از طرف محمد حنفیه نمایندگی دارم، از طرف بزرگان اهل بیت و اونا رو خوشحال کردم، دلشون رو خنک کردم از اینکه این کار رو کردم. مگر نمیگه من از طرف اونا این کار انجام دادم؟ آیا واقعا در سنت علوی و سنت حسینی و سنت حسنی در گذشته بالاخره تا اون زمان سه امام و با امام صادق 4 تا، علی و حسن و حسین و امام سجاد 4 تا امام تا اون زمان بودن دیگه، آیا واقعا در سنت سیره علوی کینخواهی و انتقام جویی و انتقام ستانی و خونخواهی و این حرفا اصلا سابقه داره یا به عکس اون سابقه داره؟ آیا واقعا چنین چیزی سابقه داره تا کسانی به نام آنان دست به جنایت و خشونت بی‌ضابطه‌ای بزنن و به بهانه خونخواهی هر نوع خشونت و جنایتی رو مجاز و روا بدونن؟ علی ابن ابی طالب و در مسافه با دشمن سازش ناپذیر و پرسلابت خود، ببخشید، علی ابن ابی طالب دلیر و در مسافه با دشمن سازش ناپذیر و پرسلابت بود، ولی در جنگ و صلح حاضر نبود که کمترین حقی ضایع شود و کمترین ستمی حتی بر ضارب قاتلش. اشاره میکنم به جریان وصیت علی ابن ابی طالب در مورد ابن مرجم که یک ضربت من بیشتر نزده، شما یک ضربت بیشتر نزدید، که اون دفعه بهش اشاره کردم که چنین وصیتی درباره اونها میکنن. کارنامه او روشنتر از آن است که نیازی به بحث و استدلال داشته باشد. امام حسن که باز کارنامه مشخص و روشنی دارد، به قول عموم مبرخان و محدثان وی برای حفظ دمای مسلمانان و کوتاه شدن روند کینه و نفرت و خشونت از حقوق قانونی خود گذشته و خلافت را به رقیب واگذار کرد. امام حسین نیز در 10 سال خلافت معاویه برای احقاق حقی که برای خود قائل بود هیچ گامی بر نداشت. بی تردید یکی از عوامل چنین رواداری پرهیز از خشونت و حفظ خون و دوری از هر نوع خونریزی و ویرانی بوده است. در مقطع مرگ معاویه به احراز خلافت به وسیله فرزندش یزید، امام حسین برای احقاق حق خود و برای نیل به اهدافی چون جلوگیری از ستم و بست عدالت به سود فرودستان و اون هم پس از اعلان آمادگی پیروانش در عراق حرکت کرد، همینجوری که یه دفعه که حرکت نکرد، ولی از لحظه‌ای که دریافت برآورده شدن چنین هدف‌هایی به سادگی ممکن نیست، یعنی نمی‌تونه به کوفه برسه و خلیفه وقت رو خلق کنه و حداقل مستلزم، اگرم پیروز میشد، احساس کرد که مستلزم جنگ و کشتار گسترده است، دست آشتی دراز کرد و تا آخرین لحظه برای خروج از شرایط جنگی و تامین صلح کوشید. هرچند دشمنانش به دلایلی که در جای خود گفته شده جنگ و قتل و خونریزی رو بر صلح ترجیح دادن. و عرض کردم به همین دلیل هم است که عالمان اهل سنت، عرض کنم که یزید رو حتی کسی مثل احمد حنبل یزید رو شایسته لعن میدونه. نکته بس مهم آن است که در تمام سخنان بر جای مونده از امام حسین و امام سجاد و زنان همراه کاروان اسیران در طی رخداد کربلا و بعدتر در جریان 2 ماهه اسارت نشانی از سخنانی مبنی بر انتقام و سارخواهی و مقابله به مصر و مانند اونها شنیده نشده است. خب اگر بنابراین بوده که اینا مجاز باشه، خود امام سجاد
میبایست که در سخنانشون بازتاب داده باشه. حضرت زینب باید بازتاب داده باشه. دیگر کسانی که در این مسیر دو ماهه بودن باید بازتاب داده باشن دیگه. جو که شعار انتقام جویی و کینه و نفرت و نابودی و خونریزی و نمیدونم اینها رو دادن کجا؟ امام سجاد و زنان دلیلی چون زینب و ام کلثوم و فاطمه و سکینه، که حالا ام کلثوم هم خودش بحث داره که اصلا ام کلثوم دختر علی اونجا بوده یا نبوده، ولی ما بر مرز شهرت میگیم. ام کلثوم و فاطمه و سکینه یا سکینه در طول دوران اسارت و به ویژه در برابر جباران چون عبیدالله و ابن سعد و یزید داد و سخن داده و شجاعانه از ستم دشمن و مظلومین و حقانیت مردانشان سخن گفتند، ولی در جایی وعده عذاب دنیوی به انتقام ستانی از دشمنان خود ندادن. اگر کسی داره خیلی خوب مدافعان مختار بیان بگم بله امام سجاد هم گفته بود که ما انتقام میگیریم، پدرتون در میاریم، حالا خودش نتونسته این کار انجام بده، یکی دیگه داره انجام میده. داریم واقعا چنین چیزی داریم؟ آنان پس از بازگشت از شام به مدینه، یعنی کاروان اسیران به مدینه، از رئیس این خوب دقت بفرمایید، این اصلا این چجوری میشه با کار مختار سازگار کرد. آنان پس از بازگشت از شام به مدینه از رئیس اموی کاروان تشکر کرده، حضرت زینب و که اون موقع دیگه بزرگ این خاندان بود، این کاروان رو رهبری میکرده، از امیر اموی که یزید همراه کاروان کرده بود که اینا رو به مدینه برسانه تشکر کرد و هدایایی هم به بهش دادن. چیزی هم نداشتن بدن، عرض کنم که از زینب و زنان جمع میشند و یه مقدار زیورالاتی با خودشون داشتن، اینها رو بر میدارند و میفروشن، یا خود زیورالات الان درست بیاد ندارم، اینها رو به عنوان هدیه میدن به اون شخص، که البته اون شخص نمیپذیره، اون میگه وظیفه من بوده، من طبق وظیفه عمل کردم. خب اینا تا این اندازه اهل مدارا بودن، تا این اندازه اهل عرض کنم که نیک نفسی و خوشدلی و به قول امروزی ها رواداری بودن. شما به نام اینا میخواید بیاید آدم را تو روغن جوشان بیندازید بسوزانید که شما آمدید در کربلا جنایت کردید؟ خود حضرت زینب این کار نکرد، گونه از اون امیر اموی تشکر بکنه. در این صورت میتوان پرسید که اگر امام حسین، به این سوال خوب عنایت بفرمایید، در این صورت میتوان پرسید که اگر امام حسین خود حضور داشت، آیا اجازه میداد که به نام او چنان اعمالی رخ دهد؟ نمیدونم پاسخ دوستان چیه، البته میدونم دوستان اینجا هیچ کدوم مدافع اعمال مختار نیستن، ولی واقعا به این سوال باید پاسخ داد. فرض برام بذاریم که امام حسین خودش حضور داشت، اجازه میداد؟ در ارتباط با چنین منطق و دیدگاهی است که نمیتوان روایتی که میگوید هیچ زن هاشمی به اصطلاح آرایش نکرد تا زمانی که مختار سرهای قاتلان حسین را برایش آورد. این نوع روایت به نظر من اصلا قابل قبول و معتبر نیستند، برای اینکه در تعارض بنیادی با اون سنت سیری علوی و حسینی و خاندان پیغمبر داره. چون در روایت آمده دیگه، میگه زنان بنی هاشم در مدینه گفتن که ما آرایش نمی کنیم. حالا بگذاریم از اینکه واقعا آرایش در اون زمان چقدر رسم بوده، چقدر مگه زنان مثلا بنی هاشم تو مدینه فقیر بدبخت اون زمان که چون چیزی نداشتن که شکمشون رو سیر کنن، مثل اینکه یک زن مثلا فرض کنید که آلامود نمیدونم هالیوودی بودن که مثلا اول می‌خواستن آرایش کنند و حق قلم خودشون رو بیاراین، این چیزا که نبوده که. حالا کار ندارم، من فعلا روی اون روایت دست نمیگذارم. میگم که در روایت آوردن که این زنا رو بنی هاشم گفتن که ما آرایش نمی‌کنیم تا زمانی که انتقام قتله کربلا گرفته شود، ولذا وقتی که خبر کشته شدن قاتلان امام حسین در کربلا و عمر سعد و عبیدالله و شمر و کی و کی و کی اینا وقتی شنیدن، بعد از اون وقتی که خوشحال شدند و ابراز خوشحالی کردند و جشن گرفتند و بعد دیگه رفتند به سراغ آرایش خودشون، رفتن مثل اینکه مثلا آینه آرایش داشتن یا نمیدونم از این حرفا، زیرا چنین رفتاری برآمده از خشم و کینه و کینجویی است و چنین رفتاری حداقل در خاندان علی سنت نبوده است، هرچند میراث مختار چنین سنتی را بعداً در تشیع و در میراث علوی، میراثداران علوی تا حدود زیادی نهادینه کرد که انشاءالله در جنبندی خواهم گفت. بالاخره نکته نهم، نکته آخرین نکته ای که میتوان گفت این است که جدای از انگیزه ها و اعمال رسمی دیگر که به اصطلاح انجام شده، اصولا فضایی که
نوع انتقام ستانی مختار ایجاد کرد، چنان هرج و مرجی پدید آورد. طبق منابع میگم، من اصلا علم غیب ندارم، از طرف خودم حرف نمیزنم، بر حسب اونچه که در منابع آمده، چه در مخالفان مختار آوردن چه مدافعان مختار آوردن، چنان هرج و مرجی پدید آورد که برخی سپاهیانش هرچه میخواستن میکردن و به ویژه با هر کس که خورده حسابی داشتن دست به تصفیه حساب شخصی میزدن. مخصوصا یه شخصی بود، نمیدونم الان اسمش الان درست یادم نمیاد، که دست راست مختار بود، که قبلا جزء خوارج بود، بعد آمده بود، حالا کارا در درباره خود مختار هم گفتن که در گذشته یه زمانی جزء خوارج بوده، و این ابو عبیده باید اسمش باشه اگر درست بیادم مونده باشه، یکی از خشنترین سرداران تاریخ اسلام است، که اصلا جدای از هر مناسبتی آدم بسیار خشنی بود، دست راست مختار بود و مجاز بود به بسیاری دستگیری ها و شکنجه ها و مجازات ها به دست ابو عبیده صورت گرفته. خب در چنین فضایی که اینا هرچی میخواستن میکردن و به ویژه با هر کسی که خورده حسابی داشتن دست به تصفیه حساب شخصی میزدن. طبری آورده است چنان شد، این مثل طبری گفت فارسیش من اینجا میگم، چنان شد که یارانش، یعنی یاران مختار، هر که را میدیدن که آزارشون میکرده در گذشته یه خورده حسابی با اونا داشته یا با اونا مشاجره داشته بود یا زیانشون زده بود، او را به کنار میکشیدن و خونش را میریختن. هر کسی با هر کسی خورده حسابی داشت میکشید کنار جوب، گردنشو میزد و خونش را میریخت تا بسیار کس از اونها کشته شده. یه تعداد زیادی از کشته های مختار از این طریق به اصطلاح کشته شدن، تلف شدن. البته این کشتار مربوط به اسیران یکی از جنگ هاست، که این گزارش مربوط به یکی از این جنگ های داخلی، چون مختار وقتی که کوفه رو گرفت یه مدتی که قدرتش رو تقریبا تثبیت کرده بود، که یک شورش داخلی به وجود آمد، که یک جنگ داخلی بین مختار و مخالفانش در کوفه صورت گرفت، که به نام جنگ صوبی معروف است. صوبی یعنی سین و ب و ی و عین. این در ارتباط با اون جنگ به اصطلاح گفته شده، ولی به هر حال در طول همین دوران دو ساله امارت و فرمانروایی بلا منازعه مختار در کوفه است. و طبری تصریح میکند مختار از این ماجرا اطلاع نداشت. البته طبری اضافه میکنه که مختار از این ماجرا، اینکه یه چنین کشتارهای هم صورت گرفته به این بانه ها، اطلاع نداشت و وقتی اطلاع یافت مانع شد، که کار بسیار خوبی کرد و باید تحسینش کرد مختار رو، که وقتی فهمید یه چنین سوء استفاده ای داره صورت میگیره مانع شد. با این همه، این اقدام درست مختار چیزی از شناعت و فاجعه بار بودن چنان خونخواهی ها و انتقام ستانی های جاهلی نمی کند. اصولا طبیعت چنان اندیشه ها و چنان رفتارهای بیمهار کینجویی و فوران خشم و خشونت چنان دست لجام گسفتگی هایی است و حداقل تا حدود زیادی مهار ناپذیر خواهد بود. عرض کردم چه فرمانده کسی مثل مختار خواسته باشد یا نخواسته باشد، در اون آشفت بازار و در اون درگیری ها و در اون سوء استفاده هایی که صورت می گرفته، کشتارهای وسیع بیمهار بی‌ضابطه امر اجتناب ناپذیره. حال با مجموعه این ملاحظات همچنان می توان پرسید که چگونه می توان پذیرفت که مختار از جانب امام سجاد و ابن حنفیه، محمد حنفیه عموش، برای چنان خونخواهی لگام گسیخته نمایندگی داشته و آنان چنان افکار و اقدامات عملی بر ضد متهمان کربلا را موجه و مشروع و قابل دفاع دانسته باشد، چگونه می شود پذیرفت؟ اینو دیگه باید مدافعان مختار باید جواب بدن، چون مدافعان مختار هم که انکار نمی کنن این خونریزی‌های وسیع و گسترده رو به طور کلی. البته حالا ممکنه یه جایی مثل همین مطلبی که الان نقل کردم، بله مختار با این موافق نبوده، این اون نمیخواسته، یکی خودسرانه این کار کردن، بله، اما در مجموع اعمال مختار رو نه تنها انکار نمی کنن بلکه افتخار خودشون میدونن. در اخبار فراوان ادعا شده است که امامان شیعی از امام سجاد تا بعد، امام سجاد امام ششم صادق، به این دلیل از اقدامات مختار حمایت کرده و اعلان رضایت کردن که اون موجب تشفی غروب مؤمنین و غروب خودشان شده است. این تشفی رو تو گیوم آوردم، توجه بفرمایید
باعث تشفی آرامش قلبشون شد، باعث شفا یافتن قلبشون شد. آخ ای مختار ما واقعا راحت شد و ما عرض کنم این انتقامی که از این قطره گرفتیم دیگه چقدر حالا دیگه راحت میگیریم میخوابیم، مثلا باعث تشفی قلب ما و تشفی اهل بیت و تشفی خاندان امام حسین و تشفی قلوب مؤمنین شده است. اینا همه منابع مدافعان و مختار اینا رو آوردن به عنوان افتخار برای مختار نوشتن. از جمله خویی، آیت الله خویی در مقام دفاع و تطهیر مختار مدعی است که در نیکی و نیکویی مختار، یکی از مدافعان سرسخت معاصر مختار آقای آیت الله سید ابوالقاسم خویی در کتاب معجم رجال حدیث که یه فصلی راجع به زندگی نامه مختار داره اونجا آورده. او میگه در نیکی و نیکویی مختار همین بس که وی با انتقام ستانی از دشمنان اهل بیت و قاتلان حسین بن علی دلهای اهل بیت را شاد کرده است. اصلا دیگه چه دلیلی بر برتری مختار و فضیلت مختار بیش از این که دل اهل بیت را شاد کرد؟ مگه واقعا کسی که دل اهل بیت شاد کنه میتونه آدم بدی باشه؟ حتما آدم خوبیه دیگه، بنابراین مورد تایید بوده. وی برخی اقوال یعنی خویی وی برخی اقوال محمد بن حنفیه رو در این باب نقل کرده است که از قول محمد حنفیه گفته که نمیدونم فلان، یا میگن امام سجاد سر سفره بود وقتی که سر عبیدالله بن زیاد رو مختار براش فرستاد و سر سفره نشسته بود، سر مختار رو آوردن گذاشتن جلوش، عرض کنم که به سجده افتاد و خدا رو شکر کرد و گفت حالا دیگه غذا رو به راحتی میخورم. اما گفتن ندارد که معیار اساسی در کیفرها اجرای عدالت است و نه تشفی قلوب اینان. واقعا یا باید ما در کل مبانی اسلامی، در کل مبانی قرآنی، در کل اون چه که تاکنون در طول این 1400 سال خود همین علما، خود همین فقهای ما اینا در کتاباشون، در فقهشون، در کتاب قضاوتشون، در ارزش‌های اسلامی نوشتن و امروز هی مرتب دارن روی اون مانور میکنن که آقا اسلام دین رحمت است، ما اسلام رحمانی رو میخوایم، کل این حرفا رو باید بذاریم کنار، اونا رو باید مردود کنیم، اینا رو بپذیریم، یا اگر اینا رو پذیرفتیم چگونه میتوانیم که اینا رو با اونا سازگار کنیم؟ من واقعا در موندم، من نمیدونم پاسخ چیه. مدافعان مختار باید پاسخ بدن. در قضاوت تشفی قلوب، تشفی قلب این و اون، ولو قلب فاطمه زهرا، ولو قلب نمیدونم که حضرت زینب، حالا زینب که البته طبق معروف اون زمان که نبوده، امری که هیچ بنیادی ندارد و به ویژه نباید در کار قضاوت و مجازات کمترین دخالتی داشته باشد. وفق معیارهای اسلامی اگر در کار این قاضی انگیزه هایی چون تشفی و غروب خود و یا شکات دخیل باشه، بی تردید وی از عدالت ساقط است. اگر قاضی به خاطر اینکه دل کسی رو شاد کنه قضاوت بکنه، ولو اون مثلا بازموندگان مقتول، اگر فقط به این دلیل بخواد که قضاوت بکنه یا حکمی به حکم قصاص نفس یک کسی بده و یک قاتل واقعی هم بده، از عدالت ساقطه. تشفی قلوب امر عاطفی و احساسی و شخصی است و حال اون که عدالت و احقاق حق امر عقلی و حقوقی است و فراتر از امور شخصی می نشیند. اما اخبار فراوانی در دست است که مختار خود به خشونت گسترده و انتقام ستانی شخصی به شدت متمایل بوده است. وفق خبری مختار سوگند خورده بود که در ازای قتل فرزند رسول خدا، این متنی است که از قول مختار نقل شده، سوگند خورده بود که در ازای قتل فرزند رسول خدا چندان بکشد که در ازای قتل یحیی بن زکریا کشته شده باشد. شگفت است که چنین قصابتی و کشتاری از دست اندرکاران حادثه کربلا مورد تأیید و حمایت و تشویق کسی چون حجاج ابن یوسف نیز قرار گرفته. حجاج خب دیگه صفاکترین امیر اموی کل در کل شاید کل در کل تاریخ اسلام بوده باشه دیگه. او در یک جایی از مختار تعریف میکنه و به خاطر این قاطعیت و شجاعتش و میگه کار خوبی کرد، که البته از نظر من این روایت چندان معتبر نیست، به خاطر اینکه اگر حجاج کار مختار رو تایید کرده باشه، ولو چون قصاوتش که مختار کرده شبیه کارهای حجاج دیگه، شاید از این نظر بشه گفت تاییدش کرده باشه، ولی من بعید میدونم که تایید کرده باشه، به خاطر اینکه اگر تایید کرده باشه
اون وقت باید اموی ها رو محکوم کنه، اون وقت باید یزید رو محکوم کنه، اون وقت باید عبیدالله زیاد رو محکوم کنه. و خب بعیده که چنین کاری کرد باشه. ولی به هر حال در منابع آوردن که یک کسی در حضور سجاد از در حضور حجاج از مختار یاد کرد و او هم به نیکی یاد کرد، گفت که مختار مرد دلیری بوده، مرد شجاعی بوده و نیکو عمل کرده. مقرم یکی از نویسندگان یک کتابی از یکی از عالمان همین 50 60 سال اخیر عراق یک کتابی داره درباره حجاج، دفاع جانانه و سرسخت مثل بسیاری از مدافعان دیگر مختار از مختار کرده. به نقل از ذوب و نزار ابن نما که از عالمان محققان قرن هفتم شیعه است، عدد مقتولان به دست مختار را 18,000 تن ذکر میکنه. یادم از اون دفعه یکی از دوستان در پرسش و پاسخ پرسید که چه تعداد کشته شدن، گفتم دقیق نمیدونم، بعدا توی بحث من میاد. یک عدد یک قلم که نقل کردن 18,000. این گزافه گویی هم میتواند از ناحیه حامیان، البته این رقم رو من رقم معتبری نمیدونم، اصولا میدونید دیگه من در طول این بیش از 15 جلسه که بارها باهاتون صحبت کردم بارها عدد و رقم خدمتتون گفتم، در ارتباط با خوارج، در ارتباط با جمل، در ارتباط با کربلا، در ارتباط با نمیدونم جنگ صفین و این رقم های درشتی که به خصوص در فتوحات آوردن، اینا به هیچ وجه قابل قبول نیست. از دو سو با دو انگیزه متفاوت بعدها این عددها رو بالا بردن. فاتحان میخواستن بگن که ببینید ما چقدر آدمهای شجاع و دلیری هستیم، چقدر از دشمنانمون کشتیم. اون کسانی که مغلوب بودن، شکست خورده بودن مثل ایرانی ها، این آمار زیاد کردن که نشون بدن که اون فاتحان و دشمنانشون چقدر آدمهای صفاک و خونریزی بودن. فلانجا 18,000 کشتن، فلانجا 20,000 کشتن، فلانجا 50,000 کشتن، فلانجا 100,000 کشتن. گویا کسی فکر نمی‌کرده که آخر چگونه ممکن است که مثلا فرض بفرمایید که در فلان حادثه 50,000 یا 70,000 مثلا در جنگ صفین کشته شده باشن. اصلا چجوری نیروهای از عراق این آدما رو بردن؟ 4 ماه جنگ صفین طول کشیده، از کوفه تا صفین توی سوریه فعلی این آدم‌ها رو با چه امکاناتی بردن، با چه ابزاری بودن، غذاشون چی بوده، عروفه اسباشون چی بوده، بر بر بر. اصلا کسی به این فکر نکرده، همینجور نوشتن گفتگویی که چنین چنان. بنابراین من روی آمار تکیه نمی‌کنم، ولی میگم اینا گفته شده. منظور من اینه که این مدافعان اینا رو آوردن. خب اگر آوردن باید باید اینا رو توجیه معقولی ارائه بدید. این گزافه گویی هم میتواند از ناحیه حامیان مختار انجام شده باشد و هم میتواند از سوی مخالفان و دشمنانش و البته با انگیزه های کاملا متفاوت و حتی متعارض. مختار سوگند خورده گفت که چیزی نخورد، همه اینا تو مدافعان مختار نوشته این رو گفته که به اصطلاح چیزی نخورد و نیاشامد تا انتقام خون حسین را از قاتلان بگیرد و او اعلان کرد قسم خوردم کسی را زنده نگذارم، قسم خوردم کسی را زنده نگذارم. یعنی چه کسانی رو؟ همه کسانی که در کربلا حضور داشتن. حالا بیگ رقم 80 مثلا 18,000. بعدم گفتن به اندازه کشتار نمیدونم داستان فلان. در اون سوی گفتن که هیچ زن هاشمی آرایش نکرد که قبلا اشاره کردم تا زمانی که مختار سرهای قاتلان حسین رو برای ایشان آورد. این اوصاف هرچند به لحاظ عاطفی و شخصی قابل فهم و درک است، یعنی حتی اگر بازماندگان امام حسین مثلا دخترانش، خواهرانش و زنان بنی هاشم از این که مثلا دیدن که از غافلان کربلا و امام حسین مثلا مجازات شدن، کشته شدن، به لحاظ شخصی دلشون خنک شده باشه، یه خورده احساس مثلا آرامش کرده باشن، این به لحاظ شخصی قابل فهم و قابل درکه، میشود این رو فهم کرد. اما قبول اینا و تأیید اینا با هیچ اخلاقی و معیار عدالتی و به ویژه با قواعد شریعت اسلام سازگار و مقبول نیست. اگر نقل کشتار قاتلان حسین به عدد کشتار از قاتلان یحیی مقبول باشد که در یه روایت آمده، بدون معنا خواهد بود که مختار تصمیم داشته 70,000 تن رو در قبال قتل حسین ابن علی بکشد. تو روایت آمده به خاطر کشتن یحیی، داستان مربوطی که پیامبران گذاشته، عرض کنم که به خاطر انتقام خون یک نفر یعنی یحیی 70,000 نفر کشته شدن و مختار هم طبق روایات ما قسم خورده بود که به عدد عرض کنم که
انتقامی که افرادی که انتقام گرفته شد به خاطر خون یحیی بکشن، یعنی حالا گفتن 18000 بوده، ولی اگر هنوز کم کشته بوده میگوش 70000 نفر رو میکش. اگر قرار بر این انتقام گیری این انتقام گیری از دشمن و اون هم بدون رعایت حق و عدالت باشد، چگونه میتوان اعمال و رفتارهای عبیدالله و یزید و برخ سپاهیان آنان در کربلا و در جریان اسارت بازماندگان امام حسین از کربلا و تا کوفه و شام رو تقویه و محکوم کرد؟ ببینید ما الان خیلی راحت یزید رو محکوم میکنیم و عبیدالله رو محکوم میکنیم، شمر رو محکوم میکنیم، نمیدونم عمر سعد رو محکوم میکنیم. آقا اینا چه فجایعی به کار بردن، جنایت کردن، اسرا رو به زنان اسارت بردن، خرگاهشون رو آتش دادن، نمیدونم اسب بر بدنهای شهدای کربلا کازوندن. مگه نمیگیم؟ مگه در کربلا مرتب اینها رو در روزخونی نمیگیم؟ از مردم عشق نمیگیریم؟ عواطف مردم رو تحریک نمیکنیم؟ خب حالا اگر اینا رو همین کارا رو مختار کرده باشه خوبه، ولی عبیدالله ابن زیاد و عمر سعد و شمر کرده باشن بده؟ آخه معیار دوگانه که نمیشه داشت. برای چی ما اون کار اونا رو محکوم میکنیم؟ برای اینکه خلاف عدالته. خب بگیم آقا امام حسین خلاف کرده بود بر فرض از نظر شما، فرزندش چه گناهی کرده بود؟ دختر خرسالش چه گناهی کرده بود؟ خیلی خب اونا رو کشتی، چرا بدنشون رو اسب تازوندی؟ چرا مصلح کردی؟ چرا خیمه و خرگاهشون رو آتش دادی؟ چرا زنانشون رو به اسارت بردی؟ در اسلام که ما اسیر نداریم. در جنگ‌های داخلی دوران علی در جمل و در صفین جای دیگر اسیر به معنای مصطلحش نمی‌گرفتن. اگرم افرادی رو اسیر می‌کردن بلافاصله یه روز بعد آزاد می‌کردن. چرا شما این کارا رو کردید؟ با چه منطقی ما اونا رو محکوم میکنیم؟ با هر منطقی اونا رو محکوم میکنیم اینا محکومن. نمیتونیم بگیم خب اینا آدم های خوبی بودن اونا آدم های بدی بودن. اصلا خوبی بدی اینجا معنا نداره، بس قضاوته، بس عدالته. قابل تأمل این که از روزگاران کهن تا کنون عموم شیعیان و عالمان و محدثان شیعی عمدتاً به دلیل خونخواهی و انتقام ستانی های گسترده و کشتارهای وسیع مختار از دشمنان اهل بیت و به طور خاص متهمان از او حمایت کرده و او را مستوجب بهشت الهی و در خور تمجید و ستایش، کسانی که مدافع مختار هستند در شیعه او را تا مقام اولیاء الله بالا کشیدند، در این صورت چگونه و با چه منطقی میتوان پذیرفت که مختار امین آل محمد بوده است؟ یکی از القابی که در منابع شیعه به مختار دادن این است که مختار لقب امین آل محمد داشته. امین آل محمد یعنی از طرف آل محمد این همه این کارا رو انجام داده. بنابراین باید امام سجاد هم جواب بده، باید محمد حنفی هم باید جواب بده، فقط مختار نیست. یعنی اگر ما از مختار بخوایم که دفاع بکنیم، باید این اتهامات متوجه کل بزرگان اهل بیت از امام سجاد و محمد حنفی و برادر دیگر و خاندان دیگر پیامبر و خاندان علی، باید مثلا اونا رو از اونا باید پاسخ بخوایم. حال در مقام احتجاج میتوان گفت، این آخرین سخن من است در این قسمت، حال در مقام احتجاج میتوان گفت یا باید مدافعان مختار به ایرادهای شرعی و فقهی و اخلاقی رفتارهای مختار پاسخ دهند که من در نه بند گفتم و در واقع از مشروعیت چنان افعال و اعمال به طور معقول و منطقی دفاع کنند، و یا باید منطقا قبول کنند که اون افعال نمیتوانسته مورد تایید بزرگان علوی و به ویژه شخص علی بن حسین امام سجاد باشه. این آخرین حرف من هست در این بخش. حالا دو نکته دیگه باقی مونده که البته ما دیگه رسیدم به مزد یک ساعت یک 7-8 دقیقه هم اون دو بند آخر رو توضیح مختصری بدم که ازش به اصطلاح حرفم تمام شده باشه. همونجوری که در گذشته گفتم داستان مختار از پیچیده ترین داستان هاست. با این دو جلسه سخنرانی من واقعا هم حق مطلب ادا نمیشه، همه زوایا روشن نمیشه. فصل پنجم من درباره ایرانیان در سپاه مختار بود که میخواستم بیشتر در این زمینه صحبت کنم، چون فرصت نیست در چند دقیقه خلاصش عرض میکنم. یکی از ویژگی های تاریخ اسلام واقعا جامعه شناسی کوفه است. کوفه عرض کنم که یک شرایط خاصی داره. خب شهری بوده که در یکی از جنگ‌های بعد از فتح قادسیه در سال 14 یا 16 هجری ساخته شده به وسیله اعراب، البته
شهر قدیمی ایرانی بوده. به قول محققان اسلامی و جغرافیدانان اسلامی اصطلاح این شهر محل قدیمی بوده، نزدیک هیره بوده، یه منطقه متمدن قدیمی بوده، ولی بنا به فرمان عمر سعد بن ابی وقاص آمد اونجا رو عرض کنم که اردوگاه نظامی کرد. اول اردوگاه نظامی بود، بعد البته به سرعت کوفه رشد کرد، به صورت یک شهر بزرگ اسلامی در آمد و بعدها در زمان عرض کنم که عثمان، داستان مخالفتی که عثمان، مخالفان عثمان داشتن، مردم عراق داشتن و خود مالک اشتر از اونجا میاد، یکی از رهبران شورش علیه عثمان بوده، دو شهر به اصطلاح کانون شورش علیه عثمان بوده، یکی عراق کوفه بوده، یکی هم از اون بر مصر بوده، که اونا از اون بر از مصر میان، اینا هم از عراق میان و مدینه رو عملا اشغال میکنن. وگرنه در خود مدینه زمینهای شورش عثمان زیاد نبوده، من قبلا راجع به شورش عثمان هم صحبت کردم. در اصل عثمان در این شورش کشته میشه و بعد همینا بودن که چون علی رو طرفدار علی بودن، از این بابه که یعنی در میان صحابه علی رو شایسته‌ترین فرد میدونستن و اونم اون موقع هم بحث شیعه و سنی مطرح نبود، علی رو به عنوان صالح‌ترین فرد میدیدن، نه با معیاری که ما امروز داریم به علی و شیعه میگیم و نسب و نسل و الهی و این حرفا، اون موقع مطرح نبود. علی رو شایسته‌ترین فرد میدونستن، تواناترین فرد میدونستن، طرفدار علی بودن در میان اون بزرگان مدینه. به هر حال بعد دیگه کوفه وقتی که علی به خلافت میرسه، جنگ جمل اتفاق میفته، به بهانه جنگ جمل میاد در کوفه و قبلا بحث کردم که بعد از اینکه در جنگ جمل علی پیروز میشه، کوفه رو مرکز خلافت خودش قرار میده، که چرا حالا به خلافت انتخاب کرد خودش داستانی است. و این انتقال مرکز خلافت از مدینه به عراق و به کوفه خیلی به اصطلاح در سرنوشت و در سیر و سیرورت تاریخ اسلام تحول مهمی ایجاد کرد که بماند. فکر میکنم در یک صحبتی جداگانه گفتم، یادم نیست البته، فکر میکنم گفتم که چرا مرکز خلافت به عراق منتقل شد، به کوفه منتقل شد. حالا بعضی هایی گفتن کار خوبی بوده، بعضی هایی گفتن کاری بده بوده، بعضی با علی موافق بودن در همون زمان، بعضی ها مخالف بودن. بعد از علی دیگه کوفه سید دیگری پیدا کرد. بعد از اینکه حدود 5 سال، کمتر از 5 سال خلافت علی شد، بعد 6 ماه امام حسن اونجا بود، امام حسن بعد از صلح با معاویه آمد به مدینه، ولی بعد از اون کوفه هیچ وقتی آرام نشد. مردم کوفه با صلح امام حسن مخالف بودن و کسی مثل حجر ابن عدی که یکی از بزرگان کوفه بود، امام حسن رو گفت یا مذل المؤمنین، به جای اینکه یا امیر المؤمنین گفت یا مذل المؤمنین، تو مؤمنان رو ذلیل کردی. همه اهل کوفه، بزرگان اهل کوفه با صلح امام حسن مخالف بودن، اونا میخواستن که با معاویه بجنگن. حالا اختلاف دیرینه ای که با شام داشتن اون داستان ها بماند، یعنی همش قربت انقلاب نبوده، دعوای دو تا شهر دمشق و کوفه هم بوده، از قدیم وجود داشته، از پیش از اسلام وجود داشته. حالا این دعوا در دورانی که وقتی که از امام حسین در چندین بار دعوت کردن در طول 10 سالی که در دوره معاویه بوده و حتی جلوتر از اون، که آقا تو بیا اینجا ما شما رو قبول بکنیم به عنوان امام ما. بعد از صلح امام حسن هم نامه نوشتن برای امام حسین که آقا برادرت اشتباه کرده، صلح کرده، تو بیا. اونم گفت نه، با اینکه خود امام حسین با صلح مخالف بود، ولی در این حال گفت به احترام برادرم من این کار نمی کنم. در طول 10 سال دوره معاویه بعد از شهادت امام حسن هم او بوده. خب ولی وقتی که معاویه میمیره و یزید روی کار میاد، اون وقت دیگه فرصت پیدا میشه که کوفی ها به حرکت در میان. وقتی میفهمن که امام حسین به عنوان اعتراض مکه رو ترک کرده آمده، مدینه رو ترک کرده آمده مکه، نامنگاره های فراوانی که برای حسین بیاد، حسین سرانجام پذیرفت و خب داستان کربلا به وجود آمد. بعد از داستان کربلا کوفه باز ناآرام بود، که اولین دستور عمل اونجا داستان شورش توابین بود، بعد دنبالش مختار بوده. بنابراین کوفه همواره محل درگیری و اختلاف بین امویهای شام و بین برخی از بزرگان اصحاب و صحابه و تابعین بوده، مخالفان امویها. حالا مخالفان اموی ها دسته های مختلفی بودن، انگیزه های مختلفی بودن. یه گروه از مخالفان اموی ها علویان بودن، ولی همه مخالفان اموی ها که علویان نبودن. حالا
این کوفه به دلیل اینکه یک منطقه قدیمی ایرانی بوده، همواره ایرانی ها در تمام شورش ها از دوران علی به بعد، از دوران علی اینا به خاندان علی ایرانی ها گرایش پیدا کردن، برای که برخورد مثبتی که علی با ایرانی ها داشت، اینا برخورد مثبتی داشتن با علی و خاندان علی، یعنی بیشتر گرایش علوی داشتن. و باز تاکید میکنن نه با معیار امروز ما شیعه و سنی، اصلا با معیارهای امروز داوری نکنید، با معیارهای اون زمان. و چون اموی ها ایرانی ها رو مبالی میدونستن، تحقیرشون میکردن، ایرانی ها هر کسی که در برابر اموی ها می ایستاد، به قول امروزی ها اپوزیسیون حکومت وقت و امویان شام بوده، ازش حمایت میکردن. از عبدالله بن زبیر حمایت کردن، از امام حسین حمایت کردن، پیش از عبدالله بن زبیر، بعد از عبدالله بن زبیر حمایت کردن، از خوارج. اصلا یکی از مناطق مهم جنبش خوارج علیه اموی ها قرن اول، قرن دوم، قرن سوم، ایران و مناطق خاص ایران بود. جنوب ایران، خوزستان، فارس، کرمان، اصفهان، تا قم، تا نمیدونم شرق ایران، غرب ایران، یعنی بخش اصلی جنوبی و مرکزی ایران میدان فعالیت خوارج در سه قرن اول اسلامه. چرا خوارج در ایران زمینه پیدا داشتن؟ اون زمینه‌های مخالفتی بوده که اون ایرانی‌ها با اموی‌ها داشتن، بعدم با عباسی‌ها داشتن. برای چی؟ برای اینکه ایرانی‌ها رو تحقیر می‌کردن، راه اون بمانند. در سپاه مختار هم نیروهای مختلفی بودن، چون مثلا کوفه یک شهر به اصطلاح بقول ما شمالی‌ها هفته بجار بوده، یک شهر در همجوشی بوده، یک شهری بوده که همه جور همه طوایف در اونجا بودن. به دلایل یک شهر یک دست نبود، گروه های اجتماعی مختلف متنوعی بودن، هر کدوم هم ساز خودشونو میزدن. این که معروف شده میگن الکوفی لا یوفی، کوفی های امام حسین دعوت کردن بعد بیوفایی کردن، اینطوری نیست. اون کسانی که وفادار به امام حسین بودن وفادار بودن، در اون روزهای آخر بعد از جریان آمدن عبیدالله بن زیاد و هوشمندی درایت که به خرداد مسلم و هانی ابن عروه کشته شدن، شهر اون هواداران جدی امام حسین چنان در محاصره قرار گرفتن که نتونستن هیچ کاری انجام بدن، نگی بی وفایی کردن، نگی امام حسین فراموش کرده باشن، منتها در اقلیت در محاصره قرار گرفتن، مغبور شرایط شدن. یه تعداد آدمایی هم بودن که خیلی خوب واسه فکر میکردن که به دنبال مال و نام و امثال اینا بودن که بعد ول کردن رفتن. همینا بودن، این بازماندگان خالص بودن که بعدن سپاه سلیمان سرد خدایی شدن، در توابین تشکیل دادن و بعدم ام مختار. تفاوت اصلی که بین سپاه توابین و سپاه مختار بود این بود که سپاه توابین در فکر انتقام جویی نبودن، صحبت از انتقام میکردن، ولی قبل از همه میخواستن خودشون رو فدا کنن برای اینکه توبه کرده باشن، برای اینکه توبه خودشون رو ثابت کنن، گفتن ما خودمون رو میریم فدا میکنیم. اما مختار نه، مختار برای پیروزی آمده بود، مختار برای فدا شدن نیامده بود. مختار آمده بود یا لسارات الحسین، این شعاری بود که هم شعار توابین بوده هم شعار سپاه مختار بوده، یا لسارات الحسین، ای خونخواهان حسین جمع بشید گرد هم بیایید. خب حالا چه کسانی خونخواه حسینن؟ اینا همه آدم شیعه بودن، علاقمند بودن، معتقد بودن، اخلاقی بودن، انسان‌های مثلا ملتزم به احکام شرعی و قانونی و عدالت بودن. نه بابا، شهر در همجوشی مثل کوفه هر کسی دنبال منافع خودش بوده، در سپاه مختار هم بودن. بخش اصلی سپاه مختار رو عرض کنم که همدانی ها یعنی یمنی ها بودن، که شاید دلیل اصلیش هم این بوده که وقتی که ابراهیم اشتر پسر مالک اشتر آمد در سپاه آمد در سپاه مختار و از سرداران بسیار قهرمان و دلاور و شجاع و با تدبیر مختار شد و پیروزی های مختار مخصوصا کشتر عبیدالله بن زیاد با فرماندهی ابراهیم اشتر بود. بگذاریم از اینکه ابراهیم اشتر بعد با مختار هم اختلاف پیدا کرد، از مختار جدا شد و به کارهای او اعتراض داشت. در هر صورت بخش اصلیش اونا بودن، ولی جدای از اون ایرانی ها همونجور که در گذشته بودن، در سپاه مختار هم تعدادی از اینها حضور داشتن، که تعدادی اینها رو هم حدود من جا یادداشت کردم عرض کنم که یک سوم یا دو سوم سپاه مختار رو گفتن
که از ایرانی ها بودن. در یک رقم دیگری 20,000 نفر رو تبری آورده که از در سپاه مختار، حالا کل سپاه مختار شما اگر در نظر بگیرید میشه 60,000 نفر، 20,000 نفر روی یه سوم. اگر 60,000 نفر بودن، حالا تعداد سپاه مختار چقدر نوشتن الان بیاد ندارم، ولی اگر دو سوم در نظر بگیرید، یعنی از 60,000 نفر 40,000 نفرشون ایرانی بودن که تبری و دیگران آوردن که همراه که معنی به اصطلاح همراه اصلا از خمر دیگه به معنی سرخه. ایرانی ها رو عرب ها داره، منابع عربی الان نگاه بکنید اینا رو به عنوان همراه میشناسن، یعنی آدم های سرخ سفید، چون عرب ها سیاه‌سوخته بودن، ایرانی ها که خب سفید بودند و بالاخره البته خب ایرانی ها هم تبارهای مختلف و نژادهای مختلفی هستن، جنوب شمارش این ور اون ور فرق میکنه، ولی عموما ایرانی ها هنوز هم همینجوری یک میگه نژاد هند اروپایی بودن دیگه ایرانی ها. از این جهت کم و بیش الان هم تو اروپا هم خیلی براحت، مگر این کلسیا و نمیدونم موهای مشکی و بعضی چیزاست که ایرانی ها رو مثلا از اروپایی های خیلی قدیمی ممکنه که جدا کنه، یا کلا شرقی ها یا عرب ها یا هندی ها با رنگ پوستشون، ولی ایرانی ها خیلی تمایزی ندارن با اروپایی ها. به همین دلیلی که در اون زمان هم میگفتن به ایرانی ها میگفتن همراه، و همراه رو هم و اینکه میگن از روایت هست که پیغمبر به همسر سوگلیش به عایشه میگفته همیرا که مسقره، یعنی زیبای من یا گلگونه من. این همیرا رو یکی از مترجمین خیلی قشنگ ترجمه کرده به فارسی، همیرا رو گفته به معنی گلگونه من، یعنی پوست سرخ و سفید برافروخته زیبای جذاب. اینا ایرانی ها رو میگفتن، در منابع عربی میگفتن همراه. خب میگن 20,000 همراه در سپاه مختار بوده. بنابراین من اینو میخوام بگم که ایرانی ها در اونجا حضور داشتن. ایرانی ها حضورشون هم فقط به خاطر نمیدونم قربت الله و انتقام از قاتلان امام حسین اینا نبوده. برای چی؟ در اون زمان که هنوز این مسائل شیعه و سنی و تفاوت اعراب و بزرگان اعراب خیلی آشکار نبوده. انگیزه سیاسی، انگیزه متفاوت بوده، ولی انگیزه سیاسی حضور حالا 20,000 40,000 ایرانی در سپاه مختار عرض کنم که مقابله با بنی امیه بوده. هرچند اون موقع در کوفه در استخدام ابن زبیر بوده، هنوز اموی ها اینجا مسلط نشده بودن، ولی خب معلوم بود که انتقام از اموی هاست. عمر سعد نمیدونم که عبیدالله ابن زیاد اینا همه سرداران اموی بودن دیگه. بنابراین 20,000 یا 40,000 ایرانی در سپاه مختار بوده که اونم انگیزه سیاسی داشته. خب این بخش ماقبل آخرش. بخش آخرش هم که دیگه من خیلی طولانی شد صحبت من و از مجموعه دو سخنرانی میخوام اون حرف آخر رو بزنم که عنوان بوده، عنوان خود سخنرانیش هم گذاشته بودم میراث قیام مختار. میراث قیام مختار چیه؟ میراث قیام مختار همونیست که در اون جلسه پیش به مناسبت اشاره کردم که اون دفعه یادآوری میکنم که خلاصه حتما من در همون جمله نهفته است که اون اوایل بعد از انقلاب بود، یا دوستی حالا نمیدونم حرف خودش بود یا از دیگری نقل قول کرده بود نمیدونم، گفت شریعتی آمد تشیع رو به دو گونه صفوی و علوی تقسیم کرد، در حالی که باید شیعه رو سه گونه تقسیم کرد، سه قسمت، شیعه علوی، شیعه صفوی، شیعه ثقفی، یعنی شیعیانی که دنبال روی افکار و اندیشه ها و سنت و اعمال و رفتار مختار ابن ابی عبیده ثقفی هستند. به نظرم تقسیم بندی کاملا درست و دقیقی است. درسته که حادثه کربلا باعث شورش و برانگیختن عواطف و خب یک حرکت جدیدی در جهان اسلام شروع شد که به شورش علوی ها و عباسی ها منجر شد و بعد به سقوط اموی ها در سال 132 هجری و برافتادن اون سلسله و برآمدن سلسله رقیب سلسله عباسی ها منجر شد و بعد هم خب به شکل های دیگر این شورش ها ادامه پیدا کرد. ولی قیام مختار بیش از همه در احساس انتقام، کینه، نفرت، دشمنی، خون، به اصطلاح آدمکشی، جنایت، قتل و غارت در میان مسلمانان دامن زد. نه فقط شیعیان، گروه های مختلف دیگر هم تحت تاثیر قیام مختار بودن. باز تاکید میکنم، به من اعتراض نکنید که خب همه این آمار و ارقام ممکن درست نباشه. بله منم میگم درست نباشه، من نمیگم همه این آمار و ارقام درسته یا صحیحه. امروز ما نمیتونیم که با هیچ طریقی بفهمیم، فقط میتونیم که
یک تعادل و تراجی به خرج بدیم، میتونیم بگیم بله به طور نسبی. و همونجوری گفتم اگه 50% این حرفا هم درست باشه انجام بده فاجعه است. و این به تدریج در برانگیختن عاطفه، در برانگیختن شور، در برانگیختن احساس از یک سو و برانگیختن خرافات مذهبی از سوی دیگر، چون مختار خودش متهم به انواع و اقسام خرافات بوده که من فرصت دیگه نیست من به اونا بپردازم. در منابع راجع به خرافه گرایی مختار هم صحبت کردن، کارهایی که خودش میکرده همه رو به خدا نسبت میدادی. حتی بعضی ها گفتن که نمیدونم قرآن نازل کرده بوده، مدعی بوده که برای او وحی میشده. اینا ممکنه که دشمنانش گفته باشن، من نمیدونم، نمیخوام به اینا اعتماد بکنم یا به اینا استناد بکنم. ولی یک چیز مسلمه و اون این که مختار آمد به محمد بن حنفیه رو مهدی نامید. حالا کار ندارم در نامه محمد حنفیه خودش هم خودش رو به عنوان مهدی معرفی کرده، انا المهدی و ابن مهدی، پسر مهدی که علی. حالا مهدی در اونجا چی معنایی داشته بماند، ولی از دل مهدویت گرایی بعدها هم که یه ایده پیدا شدن، کیسانیه پیدا شدن، چون به خود مختار میگفتن کیس، که گفتن علی، حضرت علی لقب بهش داده بوده. و یا بعدها مثلا گفتن که مثلا محمد حنفیه لقب بهش داده. ولی لقب خود پیرو، مثلا الان شما در کتاب‌های مثل ملل‌الملل شهرستانی دیگران نگاه کنید، یه فرقه ای هست به نام مختاریه، یعنی کسانی که پیرو مختار بودن. ولی مختاریه همون کیسانیه هستن. و بعد گفتن که مختار محمد حنفیه غائب شده، رفته در کوه رضوا. الان خطاب به محمد حنفیه هم هست دیگه، در کوه رضوا در اونجا پنهان شده تا یه روزی بیاد. همون حرفی که ما امروز داریم امام دوازدهم شیعه میزنیم. خب این در قرن اول مطرح شد. بعد یه فرقه پیدا شد از یکی از فرزندان محمد حنفیه که بالاخره به عنوان کیسانیه معروفن. الان یه فرقه ما در شیعه داریم به نام کیسانیه که بعد از قیام مختار شکل گرفته، در قرن دوم هم گسترده شده و بعد البته خب یواشاش در جهان اسلام محو شدن. ولی به هر حال الان نمیدونم، فکر نمی‌کنم فرقه کیسانیه وجود داشته باشه. در هر صورت خلاصه کنم حرفم رو، خیلی دیگه وقتتون رو نمیگیرم، بیش از اینم خستتون نکنم، خیلی هم طولانی شد، معذرت میخوام. میراث قیام و مختار هنوزم که هنوز بعد از 1400 سال دامنگیر ماست. البته باید انصاف بدیم، از قرن سوم و چهارم و پنجم شیعه امامیه، شیعه دوازده امامی کمتر تحت تاثیر شیعه ثقفی چیز بوده. امامان شیعه هیچ کدومشون در این مسیر حرکت نکردن. در دوران امامان شیعه هم اینجوری نبوده. اما شورش هایی که به نام شیعه شد، زیدیه، اسماعیلیه، در دورهایی که شورشی بودن، به قول امروزی ها انقلابی بودن، اینا دقیقا همون شیوه های مختار رو اعمال میکردن، با کم زیادش البته، با توجه به شرایط زمان و مکانش. بنابراین امروز ما حالا کار به گروه های دیگر شیعه که امروز دیگه حالا شیعه زیدی که عملا حذف شده در جهان اهل سنت، دیگه اون شورشگری گذاشته کنار، اسماعیلی هم که امروز خیلی مدرن و دموکرات شدن. یعنی ما شیعیان دوازده امامی متاسفانه بعد از 1400 سال و بعد از انقلاب ایران دوباره برگشتیم به سنت مختار. و امروز اعمال و رفتاری که در دهه 60 انجام شد و هنوزم داره به صورت‌های مختلف و فراکنده این ورور انجام میشه، والله بالله این سنتی نه پیغمبره، نه سنت امام علیه، نه سنت امام حسنه، نه سنت امام حسینه، نه سنت علی ابن حسینه، این بلکه سنت مختار است. و این که میبینیم این همه در منابع شیعه از خصوص از قرن هفتم به بعد این همه از مختار تجلیل شده، این همه از مختار حمایت میشه، از او عنوان یک شیعه خالص امین آل محمد و یک مؤمن خالصه که جاش یک راست تو بهشته، این همه از مختار تجلیل میشه به خاطر اینکه یک همزاد پنداری بین ما با اونها هست. برای اینکه کارهایی که مختار میکنه ما میخوایم انجام بدیم، میگیم خیلی خوب همین کارا بوده، درست بوده، مختارم کرده، ما هم میکنیم دیگه. شرمنده از اطاله کلام و امیدوارم که عذر بنده رو بپذیرید. خیلی ممنون. خواهش میکنم، خیلی متشکر از شما و از شما عذرخواهی میکنیم که مجبور شدین که این همه مطالب رو تو دو جلسه بخواین ارائه بدین، ولی خیلی متشکر از جمع‌آوری بسیار
مفید و جالبی که کردین، عملا لب مطالب رو به ما ارائه دادین. بازم تشکر میکنم خیلی زیاد برای تمام این 15 جلسه که ما در خدمت شما بودیم و زحمت این دروس به گردن شما بود و صبوریتون وقتی که گذاشتین با ما. چون الان جلسه آخر هستش، دوستان اگه سوال دارن، کامنت دارن. سلام عرض کردم آقای استاد اشکبری، خسته نباشین. بسیار بسیار سپاسگزارم، بسیار آموختم، زنده باشید. میخواستم بپرسم ببینم که این یک اگه ممکنه یک کمی در مورد قیام توابین صحبت کنید که در چه زمانی بوده، به طور مختصر هر طور که صلاح میدونید اینا در کدوم شهر بودن و در چه زمانی بودن و کیا بودن، و یک کمی که این خوارجی که صحبت کردین که گفتین در مناطق مختلف ایران خوارج بودن، این همون خوارجی که با حضرت علی جنگ کردن که نبودن، اینا کسان دیگری بودن که اون که اونها یه زمان دیگری بودن، یا مثل که من ممکنه این دوتا رو اشتباه کنم چون تنها خوارجی که ما میشناسیم همینا هستن که با حضرت علی جنگ کردن. بسیار سپاسگزارم و لطفتون زیاد. خیلی ممنون. قبل از اینکه پاسخ سوالای شما رو بدم، برای تایید اون مطلبی که آخر گفتم که برای یک نوع اثبات یک نوع همزاد پنداری بین خودمون و مختار، اشاره میکنم به یک کتابی که از جهتی مهمه به نام ماهیت قیام و مختار، اگر اشتباه نکنم اسم کامل کتاب اینه، ماهیت قیام و مختار، که همین دهه 60 نوشته شده و نویسندش هم یک روحانیه به نام سید ابو فاضل رضوی اردکانی، اتفاقا در دوره اول هم نماینده مجلس بود، همکار ما بود. بعدن البته حالا چه کار میکنه میدونم، الان دیگه من از سرنوشتش اطلاعی ندارم. من در همین سالهای اخیر متوجه شدم که چنین کتابیشون نوشته، ماهیت قیام و مقدار، حدود 500-600 صفحه است، خیلی هم مفصله، خیلی، که منم در این نوشته خودم در تاریخ قرن اول که نوشتم بحث قیام و مختار که 250 صفحه مطلب نوشتم، این کتاب ایشون رو آوردم به صورت وسیع نقد کردم. این کتاب رو که شما الان نگاه کنید دقیقاً این همزاد پنداری رو پیوند بین انقلابیون خودمون، البته از نظر ایشون ها، نه از نظر من، بندم انقلابی بودم، در انقلاب شرکت داشتم، اونجوری فکر نمی‌کردم و خیلی های دیگه، ولی از نظر این تیپ آدم ها تمام ادبیاتی که ایشون در این کتاب به کار برده ادبیات دهه 60 این ایرانه و با این ادبیات با این اصطلاحات رفته سراغ سال نمیدونم 65 6 هجری، اون وقت خواسته که قیام و مختار رو توجیه بکنه که مقدار چیز تحت عنوان یک انقلابی، انقلابی بزرگ، انقلابی مؤمن، انقلابی چی، انقلابی قاتل، انقلابی چی، و مخالفانش رو تحت عنوان ضد انقلاب، دقیقا همین تعبیرات و ادبیاتی که در دهه 60 در ایران مطرح بوده. شما این کتاب رو که میخونید احساس میکنید که مختار در دهه 60 هجری در همین 40 سال پیش در ایران زندگی میکرده، و این نشون میده که دیدگاهی تیپ افراده، من این حرف ایشون رو به عنوان یک فرد تلقی نمیکنم، به عنوان دیدگاهی که عموما دارن در ایران، در شیعیان، نه ایران، عراق هم هست، جای دیگر هم هست، مخالا بیشتر در ایران. اما برگردیم به سوال شما. سوال اول عرض حضور شما که چی بود، یادم رفت، معذرت میخوام، دوباره بفرمایید. خواهش میکنم، من در مورد توابین پرسیدم، اگه میشه یکم در مورد اینا کجا بودن و کیا بودن. آره احتمالاً جلسه پیش ما تشریف نداشتید، در جلسه پیش می گزارش کوتاهی دادم. جنبش توابین آغازش بعد از حادثه کربلاست، یعنی در سال محرم سال 61 هجری که اول ساله حادثه کربلا که به وجود میاد و بعد یه چند ماه که میگذره یه باشاش سرصدا میخواب و اوضاع کمی آرامش نسبی پیدا میکنه، گروهی از ارادتمندان امام حسین و خصوص اون کسانی که نامه نوشته بودن برای امام حسین و دعوتش کرده بودن که بیاد عراق، اینها بسیار بسیار مثلا منفعل شدن و بسیار ناراحت شدن، آزرده خاطر شدن و خودشون رو ملامت میکردن و میگفتن که ما از فرزند رسول خدا دعوت کردیم بیاد اینجا، ولی بعد چند فاجعه‌ای به وجود آمد و ما نتونستیم که به حمایتش بریم، نتونستیم، خودشون رو مقصر میدونستن، خودشون رو مثلا تو این کار فکر میکردن که مقصرن، کوتاه آمدن. بنابراین از همون زمان به صورت محفلی به اصطلاح اینور اونور سعی می‌کردن که همدیگر رو پیدا کنن، یک جنبشی آغاز شد.
متوتا زمانی که یزید زنده بود تا سال 64 هجری، تا زمانی که یزید زنده بود، عبیدالله در کوفه حاکم بود، چنان خفقانی وجود داشت و چنان به اصطلاح با اونا بر اوضاع مسلط بودن که این جنبش نمیتونست علنی بشه، ولی در زیر پوست شهر کوفه این جنبش وجود داشت که بعدا به نام توابین معروف شد. بعد از مرگ یزید این داستان یواشا شکل گرفت. رهبر اینها 5 نفر بودن که اسامیشون رو من الان به یاد ندارم، 4 نفرشون رو به یاد ندارم، ولی رهبر اینها یک مرد کهنسالی بود به نام سلیمان ابن سرد خزائی که از صحابه پیغمبر بود، انسان بسیار محترم و موجهی بود، پیرمردی بود، میگن 90 سال حسین داشته، حالا چقدر درست چقدر نادرست، ولی به هر حال خیلی پیرمرد کهنسال بوده دیگه، چون سال 64-65 هجری کسی که زمان پیغمبر رو درک کرده باشه به هر حال کمتر از 80-90 سال نمیتونه داشته باشه. در صورت این گروه رهبری کرد. بعد از مرگ یزید وقتی که اوضاع یا خورده شلتر شد یا خورده به صلاح خلافت اموی ها سوز شد، اون دوره 7-8 ماه 9 ماه فرمان روایی مروان حکم در شام که یک دوران فترتی بود، یک فاصله بود بین عبدالملک مروان و بعد به صلاح و مرگ یزید، به خصوص وقتی یزید پسرش معاویه دوم معروف شد ولیعهد او بود و او آمد خلافت رو گذاشت کنار، خب خاندان اموی در معرض فروپاشی قرار گرفتن دیگه، و از این بر هم عبدالله بن زبیر در مکه سر برآورد، ادعای خلافت کرد، اعلان خلافت کرد، اوضاع آشفته شده بود، اوضاع دیگه شیرتشیر شده بود به قول قدیمی ها. از این فرصت توابین استفاده کردند برای اون جنبشی که چند سال به طور محفلی به طور مخفی در درون خودشون داشتن، این را علنی کردند. اینا یک جمعیتی رو راه انداختن به نام توابین، عنوانشون شد توابین، یعنی ما توبه کنندگان حادثه کربلا هستیم، از اینکه حسین را یاری نکردیم توبه میکنیم، برای اینکه توبه خودمون رو نشون بدهیم میریم تو جنگ عرض کنم دشمن، و خب مطمئنم بودم کشته میشن، ولی در این حال رفتن برای خود قربانی، نوع قربانی کردن خودشون، به بعض از آیات قرآن هم استناد میکردن که آمدن حرکت کردن به طرف از عراق، از کوفه آمدن بیرون، آمدن توی کربلا سر مزار امام حسین، اونجا سلیمان اونجا سخنانی ایراد کرد، خطاب به امام حسین که قول داد که ما انتقام خونت خواهیم گرفت و نمیدونم ما داریم میریم در راه تو رو ادامه میدیم و از این حرفا. بعدم از اونجا رفتن تو به طرف سوریه، به طرف عراق رفتن که برن سراغ عبیدالله ابن زیاد، که میان در یک محلی به نام عین البرده، عین البرده یعنی ورد گل، عینم که معنی چشمه است، یعنی چشمه گل، یعنی فارسی ترجمه کنی میشه عین البرده. عین البرده هم من الان توی کتاب آوردم که موجم البردان توضیح میده که عین البرده کجاست، چیه و الان چه نامی داره، الان اینا رو دقیق بیاد ندارم. در هر صورت میرن اونجا و درگیری پیش میاد، یکی دو بار اول درگیری بین سپاه عبیدالله، البته عبیدالله به یک روایت خودش نبوده و فرمانده فرستاده بوده یک سپاهی که با اینا درگیر بشه، و یکی دو بار اول سپاه توابین پیروز میشن، اونا رو عقب نشینی و عقب نشینی وادار میکنن، به سرانجام اونا پیروز میشن و سلیمان و همه اون افراد کشته میشن، جز یکی از این 5 نفری که سرداران و تعداد معدود اینا باقی میمونن که اینا جان خودشون نجات میدن، عقب نشینی میکنن، میان کوفه و بعدها همینا هستن که بخشی، البته بخشی از اینها با چیز موافق نبودن، مثلا به مختار هم اعتقادی نداشتن، ولی بخشی از اینها جذب سپاه مختار میشن. این داستان مربوط به توابین که بعدا هم تمام شد دیگه، جز نامی از اینها در تاریخ بیشتر باقی نمانده. اما مسئله خوارج، بله خوارج که دیگه خوارج زمان حضرت علی که عمر جاودانه نداشتن که تا پایان قرن اول و قرن دوم و قرن سوم باقی بمونن. طبیعیه خوارج بعد از اون یک گروه شورشی شدن که بیش از همه با اموی ها درگیر بودن. تا زمان تا پایان اموی ها اینا شورش هایی رو در عراق و در مناطقی از ایران و عرض کنم که نبا یمن و جاهای مختلف شورش هایی رو علیه اموی ها سامان دادن و چند نسل، یعنی شما در نظر بگیرید تا قرن سوم چهارم اینا در جهان اسلام فعال بودن، هنوز هم هستن، البته اینها به سرعت تجزیه شدن به فرقه های مختلفی، هر فرقه هم برای خودش افکار اندیشه های خاص خودش داشت، به قول امروزی های ایدئولوژی خاص خودش داشت، و
و برای خودشون رهبرانی داشتن، عقایدی داشتن، پیروانی داشتن، بعد فقهی پیدا کردن، عالمانی پیدا کردن و بعد از قرن سوم چهارم دیگه اینا یواشاش سرکوب شدند و یواشاش جذب شدن، حذف شدن، رفتن. فقط یک فرقه ای از خوارج قدیم باقی مونده که امروز به نام عوازیه معروفن. ازارقه بودن، ازرقی ها بودن، عوازیه بوده، نمیدونم اجارده بوده. ده ها فرقه شدن در طول این مدت. بله اینا هیچ ارتباطی به اون خوارج اولیه نسل اولشون در عراق و در برابر حضرت علی ندارن، ولی به هر حال یه گروهی بودن، مثل شیعه، مثل شیعه علویان مگر یه گروه بودن، مگر یه طایفه بودن، مگر همون علویان بعد از آداس عاشورا قرن اول قرن دوم من بودن، قرن سوم من بودن. نه خب طبیعیه دیگه، ولی اینا یه جریانن، یه مجموعه تاریخی هستن که در طول همدیگر آمدند و ظاهر شدند و فعالیت کردند. این خوارج مختلف بودن، گاهی هم با هم درگیر بودن، گاهی هم با هم مخالف بودن. بران یک فرقه باقی مونده به نام عوازیه که فعلا مرکزشون در عمانه، عمان فعلی خلیج فارس، شهر کشور کوچک عمان. بخشی از اینا اینجا هستن، بخشی از اینا هم در الجزایر زندگی میکنن. اتفاقا من سالها پیش، یعنی شاید 30 سال پیش، مقاله خوارج رو که برای دایره المعارف تشیع می نوشتم، در اون زمان متوجه شدم که یکی از عالمان عوازیه خوارج که در الجزایر هست یک کتابی نوشته و در اونجا آمده این اداره کرده که اصلا این که میگن که اینا علی رو تکفیر کردن، این حرف درست نیست، اینا پیرو به علی بودن، فقط به علی اعتراض داشتن. و در جای خونده بودم که این کتاب رو آقای دکتر جعفر شهیدی داره. برحال به خاطر اینکه این کتاب رو به دست بیارم، رفتم دیدن آقای شهیدی، مرحوم شهیدی خدا رحمتش کنه، و گفتم چنین خبری در جای خوندم درسته؟ گفت آره، من در الجزایر در یک کنفرانسی بودم، یکی از عالمان عوازی هم اونجا بوده، این کتاب رو به من داده. گفتم میتونی به من امانت بدی؟ گفت باشه. ازش امانت گرفتم. کل این کتاب البته به عربیه، عنوانش اینه الخوارج هم اصحاب علی ابن ابی طالب، اصلا عنوان کتاب اینه. ایشون در اینجا ادعاهایی مطرح میکنه، حالا از نظر من منصفانه اگر نگاه کنیم بعضی از حرفاش درست به نظر میاد، ولی بعضی از استدلالاش به نظر من سسته. ولی در مجموع عوازیه امروز هستن، بازماندگان اون خوارجن، ولی هیچ نسبتی دیگر با اون خوارج ندارن. مثل زیدیه امروز نسبتی با اون زیدیه قرن سوم، چهارم، پنجم، ششم ندارن. مثل اسماعیلیه امروز هیچ نسبتی با اون اسماعیلیه قبلی ندارن. به همین قیاس هم حساب کنید ما شیعه امروز هم چندان نسبتی با شیعه زمان علی و امام صادق و اینا نداریم. خیلی با هم فرق داریم، همه فرقات دچار تغییر و تحول شدیم. خیلی ممنون. یکی از دوستان کامنتی گذاشتن، میپرسن که آیا این دروس ادامه خواهد داشت در زمینه‌های دیگر تاریخ اسلام، مثل بایوگرافی حضرت محمد، پروفت محمد، یا تاریخ شیعه، تأثیر اموی‌ها در حدیث، یا دوباره نویسی حدیث‌ها، هیستوری حدیث، و یا بخش‌های دیگر تاریخ بعد از اسلام. بعد گفتن که آقای استاد اشکبری خیلی این باعث روشنگری این زمینه برای من شدن. البته به انگلیسی نوشتم، من سعی کردم ترجمهش کنم که شما ترجمهش رو چیز کنیم، به انگلیسی اینو نوشتم. خلاصه واقعا خیلی متشکر. من یک موضوعی رو میخواستم، یه سوال داشتم، ولی خب قبل از اینکه البته دوستان دست بلند که اجازه بدین اول سوالی که از دوستان بگیرم بعد من صحبتم رو میگم. بفرمایید. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر. من اصلا خیلی واقعا تشکر کنم. این تاریخ کلا چیز سختیه، ولی کلا ما شیعیان یکم برام سخت‌تره، چون همیشه یا اونوریه یا اونوریه، و اگه واقعا بتونی برامون بیشتر ابعاد تاریخی رو روشن کنی خیلی هم مفید بود. اینا و هم منم راستش صحبتم در راستای صحبت دوستمون بود که الان خوندن. من خودم به عنوان یه شیعه خیلی چیزها میشنوم که مثلا اصلا ائمه واقعا چی کار کردن در زمین. مثلا من فرض کنید حالا امام حسین رو یه کمی، حالا هم شما گفتین هم امام حسن هم امام علی، ولی به غیر از اون
یه کمی سخته برام که یعنی خیلی چیزی نمیدونم واقعا که چه کارهایی کردن، اصلا چه کاره بودن. میخواستم ببینم شما مثلا در مورد از لحاظ تاریخی زندگانی این ائمه رو بررسی کردین که بتونین برای ما هم مثلا جلساتی بذارین، به خصوص مثلا این همه ما 12 تا امام داریم ولی حالا فوقش امام جعفر صادق هم بذاریم، 4 تاشون رو بیشتر چیزی راجع بهشون مثلا من خودم نمیدونم. میخواستم ببینم واقعا مطالعاتی کردین که بتونین برامون یه سری اینا رو روشنگری کنین، و یکم به خصوص در مورد امام 12 هم که خیلی همه زیر سوال میبرن اصلا وجودشون، و اینو میخواستم ببینم اونم از لحاظ تاریخی شما مطالعاتی داشتین و یا میتونین برای ما در آینده صحبت کنین. متشکرم. باشه، خیلی ممنون. در اون مورد اولی که خانم تذکر دادن، هم از اون دوستی که لطف کردند و به هر حال باز پرسیدن که میشه بحث ادامه پیدا کنه یا نه، تشکر میکنم. هم ایشون که زحمت خلاصه انگلیسی شو فراهم کردن، ممنونم. و واقعیت امر این است که من حالا هم ارتباطمون هم در موضوع دومی که دوستمون مطرح کردن، واقعیتش اینه که الان من هیچ قولی نمیتونم بدم. در سال گذشته از اولم که صحبتی بود برای این جلسات، به این دلیل پذیرفتم که کار جدیدی لازم نباشه من برای این جلسات بکنم، چون واقعا وقت ندارم. من حداکثر همین ماهی بتونم 1-2 ساعت و 3 ساعت وقت بگذارم که نوشته های قبلی خودم رو که نوشتم، عرض کنم که بعضیش منتشر شده بعضیش نشده، بتونم یه خلاصه از اینها رو مثلا ارائه بدم. و کل مطالبی که تاکنون ارائه دادم در حدود نزدیک تاریخ قرن اول که تاکنون نوشتم، و خب اینا رو تونستم در 15 جلسه همین داستان مختار رو 250 صفحه مطلب رو تونستم در 2 ساعتی خدمت شما ارائه بدم. یعنی کار جدیدی برای این جلسه من نمی کنم. من همون کارهای قبلی خودم رو به اصطلاح موادی که دارم اینا رو خلاصه می کنم. مثلا فکر میکنم این قسمت رو بگم 10 فراز رو گفتیم دیگه از اون داستان بگیم. بعد از این دیگه من هیچ تاکنون فکرش نکردم، هیچ آمادگی ندارم. و اصولا هم دیگه حالا یه زمانی بود که جوانتر بودیم و در حال هوای دیگری بودیم و به هر حال بیشتر منبری حرف میزدیم دیگه. یعنی معمولا آقایان روحانیون و علما هم عادت دارن، حتی روشن فکران ما الان اینجوری هم عادت دارن درباره هر چیزی صحبت کنن، از سیر تا پیاز، از شر تا غرب، از سیاست، تاریخ، فرهنگ، ادب، شعر، درباره هر چیزی اظهار نظر بکنن. حالا اگر آدم تخصص داشته باشه که بعیده بتونه در همه چیز تخصص داشته باشه، خب خوبه. یا یک حافظه قوی مثل دوستمون آقای دکتر سروش آدم داشته باشه، در هر زمینه‌ای بتونه اطلاعات کافی داشته باشه، خب یه فضیلته، خیلی هم خوبه، دیگران استفاده میکنن. اما من متاسفانه چنان استعدادی ندارم و چنان توانی ندارم و دلم هم نمیخواد که درباره مطالبی که حرف میزنم اطلاعاتی نداشته باشم یا کاری نکرده باشم یا از قبل به هر حال از حرفی که دارم میزنم مسلط برای اون مطالب نباشم، به خصوص اینکه الان 15 سال است که دیگه از اون فضا فاصله گرفتیم و از اون شرایط فاصله گرفتیم، بیشتر کار تمرکز نوشتاری و تحقیقی و اینا میکنم و این دوران رو چون کار کرده بودم براتون ارائه دادم. بعد از این دیگه نمیدونم، باید بعد از این فکر کنیم، صحبت کنیم، بعد حالا یه چند ماهی بگذره یکم استراحت کنیم، شما یکم استراحت کنید، بعد اگر دیدم که در این زمینه موضوعی میتونم و حرفی دارم برای گفتن، خب میتونم مثلا فرض کنید راجع به سیره پیامبر، چون ما راجع به پیامبر چیزی خاصی نگفتیم و من بخشی از سیره رو پیامبر رو، خب الان جلد اول کتاب من راجع به سیره پیامبره که حتی بخشش سیره است، بخشش هم معرفی اسلامه، که این آماده شده و قرار بود تا آخر تابستون در بیاد که متأسفانه تا الان منتشر نشده، حالا شاید تا آخر پاییز منتشر بشه. یعنی یک کتاب حدود 550 صفحه‌ایه که جلد اول کار من هست و خب ولی بخش‌هایی از اینا رو من قبلا در زیتون از 5-6 سال پیش مقالات رو به صورت گزینشی و خلاصه منتشر کردم، بعد البته اینا تکمیل شده و بعدا هم این 40 مقاله که در زیتون منتشر شد تحت عنوان جستارهای در تاریخ 70 سال نخست اسلام منتشر شده که بخش‌هایی برمیگردد به سنت به سیره پیامبر. خب باید فکر کنیم که اگر مثلا سیره پیغمبر دوستان دوست دارن
میتونیم یک بحثای راجع به بحثای مناقشه برانگیز، حالا نه کل سیره، بحثای مناقشه برانگیز دوران سیره پیامبر ببینیم. یا پیشنهاد میکنه راجع به امامان دوازدهگانه. واقعیتش این است که من تا کنون اطلاعاتی دارم راجع به تمام امام ششم، امام هفتم، امام هشتم، امام نهم، و میشه بالاخره با یه مقدار صرف وقت آدم یه چیزی مثلا مطلبی پیدا کنه و به هر حال جلسه ای رو اداره کنه، ولی خودم دلم نمیخواد. من دلم میخواد که در زمینه ای که حرف میزنم عرض کنم که حرفی برای گفتم واقعا وجود داشته باشه، حداقل احساس کنم که شنوندگان من یک چیز تازه‌ای میفهمند، یه روشنگری تازه‌ای پیدا میشه. اینایی که گفتم به دلیل همون که گفتم کار کرده بودم. درباره ائمه دوازدهگانه شیعه من 4 تاشو نوشتم دیگه، چون نوشتم درباره اونها آمادگی دارم که خب راجع به حضرت علی و امام حسن و امام حسین و امام زین العابدین که سال 96 فوت کرده، یعنی این 4 تا امام ما که امام مؤسس هم به حساب میان، مثلا 3 تای اول امام علی و امام حسن و امام حسین، اینا به عنوان مؤسس هم دیگه 3 بزرگواری هستن که مؤسس اولیه تشیع هستن که بعدها شیعیان خودشون رو بر دوش اونا سوار کردن. و ولی بعد از امام، چرا هنوز من وارد قرن دوم نشدم که دیگه فکر نمی کنم عمر من کفاف بکنه که به قرن دوم، چون از اول میخواستم قرن به قرن بنویسم، دیگه علال قاعده به قرن دوم نخواهم رسید. اگر قرن دومی بنویسم، قرن دوم تا به امام هشتم هم میرسه، ولی بعید میدونم که خدا این توفیق رو من بده که من مثلا عمرم هم بتونه بنویسم. ولی تا اینجا 4 امام رو آمادگی دارم، ولی بقیه شون نه، هنوز من آمادگی ندارم درباره اونها مطالب جدی بگم، مطالب تازه کار کرده ای که واقعا آدم خود من ارضا بکنه واقعا الان آمادگی ندارم. درباره امام 12 همینطور، و ولی خب اگر بحث مثلا غیبتش باشه و این حرفا باشه، فقط یه جمله میتونم خدمتتون بگم، هرچند جمله کافی و کامل نیست و قانع کننده نیست برای شما، ولی تا اونجایی که بنده خوندم و اطلاع دارم عرض کنم که وجود تاریخی امام 12 شیعه از نظر تاریخی قابل اثبات نیست، بلکه دلایلی در عدم وجود امام 12 شیعه که امروز ما به عنوان امام مهدی میشناسیم در تاریخ وجود داره. و بهترین کتابی هم که و از قضا بهترین کتابی که در این زمینه نوشته یک عالم دینی روحانی دانشگاهی که شما هم میشناسید و نوشته‌هاش هم معمولاً محققانه و معتبره، هم حوزوی هم دانشگاهی هم تو آمریکای شماست، آقای سید حسین مدرسی طباطبایی یه کتابی داره به نام تشیع در فرایند تکامل که این 3 قرن اول شیعه رو بررسی کرده و از جمله در اونجا داره به زندگی ائمه شیعه هم بررسی کرده. کتاب بسیار خوب و محققانه یه در ایران هم حتی به انگلیسی بوده، سالها در ایران منتشر نمیشد، سرانجام با یه مقدمه‌ای که سعی کرده که تو مقدمه اعلام بکنه، چون از اون کتاب وقتی کتاب شما میخونید تمامش میکنید مطمئن میشید که بابا شخصی به نام امام 12 واقعیت تاریخی نداره. اما برای اینکه کتاب مجوز پیدا کنه ظاهرا، چون که شنیدم از خود آقای مدرسی نشنیدم، ولی شنیدم که با همت آقای رسول جعفریان این کتاب ترجمه شده، به روایتی هم خودش ترجمه کرده، ولی یه اسم یه فرد دیگر روشه، نمیدونم واقعا مطمئن نیستم کی ترجمه کرده، در ایران انتشارات کبیر این رو منتشر کرد و در مقدمه‌اش هم نوشته که بنده به وجود مبارک امام زمان اعتقاد دارم و اصلا این کتاب به فضل عنایت حضرت بقیت الله العظم این کتاب فراهم آمده تا تونسته مجوز بگیره. به هر حال کتاب در ایران منتشر شده، الان نمیدونم چه وضعیتی داره، ولی ناشر که نشر کبیر زمانی که من ایران بودم چاپ اولش که منتشر شد، ناشر به من میگفت جالب اینه که یک چاپ یعنی 3000 جلد فقط در حوزه قم فروشه، یعنی در کتابی که در اونجا بلاد به عنوان تاریخی نشون میده امام اعظم واقعیت تاریخی نداره، در قم فروش میره 3000 جلد این کتاب. بعدن در زمانی که من ایران بودم 3 بار یا 4 بار چاپ شده بود، عرض کردم الان دیگه من ندارم. اگه این کتاب رو پیدا میکنید فکر میکنم از طریق اینترنت هم امروز در دسترس باشه. این کتاب بسیار محققانه ایه و درباره ائمه، درباره امام 12 واقعیت تاریخی ایش روایات مختلف رو آورده. خب آقای مدرسه میدونید که آدم بالاخره محققه دیگه، الان فکر میکنم دانشگاه هاروارد داره تدریس میکنه دیگه، یک طلبه ای بوده از قبل از انقلاب، عرض کنم که اونجوری خودش گفته با توصیه مرحوم مطهری
آمده در لندن، زمان در انگلیس درس میخونده در آکسفورد، بعد الان آمده در هاروارد، اونجا استاد زباندان، محقق، واقعا یک محقق بسیار بسیار برجسته است. من همیشه از نوشته هایشون خیلی خوب استفاده میکنم، هرچند بالاخره خب دیدگاه هایشون خیلی به اصطلاح محتاطانه و محافظه‌کارانه است. خب من یه خورده حالا دیدگاه یه خورده رادیکال تری دارم، یعنی یه جایی صراحت بیشتری دارم. نمیگم ایشون با من هم فکر یا افکار من قبول داره، ولی به هر حال نوشته‌هاشون محققانه است، مایه داره، من همیشه از نوشته‌هاش استفاده میکنم. در این زمینه اگر اطلاعاتی بخواید به دست بیارید، این کتاب به نظر من کتاب بسیار خیلی کتاب خوبیه، به کتاب مفیدیه. خیلی ممنون. ما یه نفر دیگه هم دست بلند کرده، اجازه میدین وقت دارین یه 5 دقیقه هم ایشون رو میکروفون رو باز کنیم؟ بفرمایید. سلام، خیلی ممنونم از توضیحاتی که امروز دادیم، بی‌نهایت متشکریم. من الان از صحبتهایی که شما یا در طول صحبتهای دیگه میشنویم، زمان حضرت علی، امام حسن و امام حسین اینقدر به جزئیات اخبار بیرون هستش، یعنی کتاب ها نوشته شده، یا یعنی امروز مثلا مختار امروز این رو گفت، در ماه این، در روز این، این اتفاق افتاد، با ایشون با شخص دیگه تماس گرفت، یا مثلا در مورد امام حسین این کار کرد امام حسن، و این اطلاعات خیلی دقیق پخش شده، کتاب ها نوشته شده، مقاله ها نوشته شده. ما هرچه زمان که گذشته احتمال بایستی منابع بهتری داشته باشیم از امامان بعدیمون، مثل امام علی النقی، امام حسن عسکری، که بسیار سالها بعد از امام حسن و امام حسین و اینا بودن، امام موسی کاظم. آیا به همین نسبت اینقدر منابع عمیق لایک ماهانه و روزانه از زندگی اونها اصلا وجود داره، کتابی نوشته شده که واقعا به همون نسبت ما اطلاعات از زندگی اونها داشته باشیم، حالا یا به امام حسن عسکری برسه، به امام زمان برسه، یا اینکه اون چیزهایی رو که در زمان حضرت علی و امام حسن امام حسین اینقدر دیتیل جزئیات نوشته شده واقعا اونقدر صحت نداره و ما نباید بهشون اینقدر اتکا کنیم. مرسی. خیلی ممنون، به نکته خوبی اشاره کردید. اولا توجه دارید که راجع به پیغمبر یا امام حسن، امام حسین یا دیگر بزرگان، خلفای راشدین، تمام بزرگان قرن اول، از خودشون چیزی امروز در اختیار ما نداریم، یعنی برای که مرکز منابع قرن اول که مستقیما ما امروز چیزی نداریم، که مهمترین سند ما و قدیمی ترین سند ما قرآنه، متن قرآنه، که خب حالا اون هم درباره این که این قرآن اضافه شده، کم شده، تعریف شده، نشده، الا ماشاءالله دربارش اختلاف نظره، که من یه بار خودم در اینجا صحبت کردم، بعد خودم تا این 7-8 سال اخیر بعضی از منابع غربی رو ندیده بودم درباره اعتبار تاریخی جدا از منابع اسلامی، که قرآن عثمان چی بوده، بعد چه اتفاق افتاده، بعد چه تغییراتی درش اتفاق افتاده، که اونا رو حالا بذاریم کنار. تا زمانی که من این منابع غربی رو ندیده بودم، این قرآن پژوهان غربی رو ندیده بودم، واقعا اعتماد نسبی نداشتم به وثاقت تاریخی قرآن. ولی همونجوری که یک بارم صحبت کردم، به الان من خودم به طور نسبی، البته با یک نسبیت علمی، نه یک نسبیت ایمانی، چون ایمان که قاعدتا نسبیت بردار نیست، یه نسبیت علمی امروز به وثاقت تاریخی این متن قرآن امروز تقریبا اطمینان دارم به طور نسبی. ولی غیر از این شما چگونه بوده امام حسن، امام حسین، امام علی چگونه بوده؟ خود امام علی که کتابی نداره، نوشته ای نداره، بعضی از نامه هایشون هست. امروز قرن اواخر قرن سوم، اوایل قرن چهارم سید رضی جمع‌آوری کرده، البته جمع‌آوری کرده منابع دیگر قبل از سید رضی بوده، امروز اسناد نهج البلاغه خیلی روش تحقیق کردن. من خودم موارد زیادی از اینها رو پیش از سید رضی، یعنی در قرن سوم، در طبری، در یعقوبی، در خیلی جای دیگه دیدم، در جاهز کلمات حضرت علی رو جمع‌آوری کردن پیش از سید رضی، و بالاخره سندیت تاریخی نهج البلاغه فی الجمله می شود پذیرفت.
اما با همه این حرفا اینا کی جمع آوری شده؟ 300 سال بعد از حضرت علی جمع آوری شده. اینا در گذشته یا شفاهی بوده یا بعدن کتبی بوده، تیکی تیکی بوده، واسه یکی اومده اینا رو جمع آوری کرده. کلمات مثلا خاص حضرت علی رو خود سید رضی هم وقتی هنوز نهج البلاغه امروز شما نگاه کنید و میگه و من کلام له علیه السلام و من خطبه له علیه السلام، این بخشی از خطبه علی است، این بخشی از کلام علی است. یه قسمت مهمی اواخر نهج البلاغه کلمات قصار دیگه، کلمات کوتاه. این کلمات کوتاه الان عنوان کلمات قصار است، ولی ممکنه که در زمان گذشته در جای خودش یک سخنرانی طولانی بوده. خب حالا این سخنرانی رو اگه بخوایم اینا رو به چالش بکشیم خیلی حرف میشه زد دربارش. خب چگونه تا قرن سوم اصلا زمان حضرت علی این خطبه طولانی رو مثل خربه خطبه حمام و خیلی خطبه های طولانی که عرض کنم که 5 صفحه از 6 صفحه از 7 صفحه از کی بوده که اینا رو دقیقاً برداشته نوشته عیناً کتابت کرده؟ بنابراین از نظر وثاقه تا هیچ کی اصلا قابل اثبات نیست. واقعیت هم اینه که هیچ کدوم قابل اثبات نیست. یا مثلا از معدود نوشته ها خب همون خطبه مثلا نامه های حضرت علیه که به معاویه نوشته، نصر بن مزاحم منقری مثلا تو کتابش آورده، طبری آورده، یعقوبی آورده، خیلی های دیگه آوردن و بخشی از اینها هم عرض کنم که دیگران جمع‌آوری کردن منابع دیگر. ولی مفصل‌ترین چیزی که نوشته خود حضرت علیه است نامه عهدنامه مالک اشتره که خیلی طولانیه دیگه، یک رساله است، یه رساله مثلا مفصلی است و خیلی هم پر مضمونه، خیلی هم پر محتواست. ولی واقعا امروز میتونم ثابت کرد که این نوشته نوشته خود حضرت علی واقعا، یعنی با قلم مبارکشون برداشتن، خودکار برداشتن این نوشتن. اصلا کتابت در اون زمان به این شکل بوده، خط عربی خط پخته ای بوده، اعجام داشت، نقطه داشت و خیلی خیلی محل بحثه. من الان نمیخوام که عرض کنم دین ایمان رو سست کنم، میخوام بگم که بلاد تاریخی هیچ کدوم از اینا رو نمیشه، حتی اونایی که از امامان اولیه اومده. اما بعد برمیگردیم چیز عجیب، حالا اینکه از امام حسن و امام حسین و نمیدونم امام علی و اینها امروز نوشته در اختیار نداشته باشیم طبیعی طبیعیه، برای اینکه هیچ چیزی از اسناد قرن اول درباره شخصیت‌های دیگری هم امروز ما چیزی از قرن اول نداریم، بلکه قرن اول در بعضی از منابع بوده، شفاهی بوده اول، بعد اواخر مثل عروه بن زبیر که میگن اول سال 96 97 فوت کرده تو قرن اول، عروه بن زبیر برادر عبدالله بن زبیر از زبیری هاست، مثلا کتابی داشته در تاریخ قدیمی ترین تاریخ اسلام، منتها چیزی از خودش باقی نمونده. ولی مطالب عروه بن زبیر توی منابع قرن دوم و سوم باقی مونده، دیگران از اون نقل کردن. خب ولی عجیب اینه که زمان امام پنجم به بعد، یعنی از قرن دوم، نیمه اول قرن دوم، به خصوص نیمه دوم قرن دوم به بعد که به اصطلاح بعد میگرده به زمان امام هفتم و هشتم و نهم و دهم، قرن دوم و سوم دوران تألیفه، یعنی دورانی است که در میان مسلمان ها کتابت و تألیف باب شده. شما امروز کتاب‌های مختلفی رو از نیمه قرن دوم و قرن اول و قرن سوم دارید، مکتوب به نام بلازوری هست، طبقات ابن سعد هست، یعقوبی هست، نمیدونم بعداً مسعودی هست، بعداً طبری هست، خیلی خیلی تاریخ خلیفه ابن خیاط هست. شما ده ها کتاب مهم معتبر تو تاریخ، تو حدیث، تو روایت، اینا رو تو قرن سوم تا چهارم دارید. در همین دوره هم امام ششم به بعد، یعنی شش امام بعدی ما در همین دوره زیستن. سوال اساسی اینه، یعنی من سوال شما رو به این شکل مطرح میکنم. خب این ائمه ما که در دوران کتابت بودن، حالا امام حسن و امام حسین و امام علی بن الحسین و دیگران دورانی بوده که دور کتابت خیلی رواج نداشته، کتاب نوشتن را باب نبوده، خیلی خونم ننوشتن، یا چیزی نوشته های اونها امروز نقل شده و تو کتاب های دیگه آمده، با واسطه آمده، مستقیم چیزی نداریم. خیلی خب اینم قبول، درست، درباره ائمه شیعه نیز درباره همه هست. اما در دوره ای را که ما نویسندگانی داریم، کتاب می نویسند، حدیث جمع آوری می کنند، مطالب دیگری میگن، چرا امام صادق دو کلمه ننوشته؟ چرا؟ البته شاگردانشون به نام اونا جمع آوری کردن، حدیث اربعمه 400 حدیث رو شاگردان امام صادق میگن چیز کردن، جمع آوری کردن، که این اصول اربعمه الان هم باز به صورت اصول اربعمه نیست، باز اونم پراکنده در کتاب‌های حدیثی و روایه دیگه است. خب
چرا سوال اساسی اینه، چرا این ائمه ما دست به قلم نبردن؟ با اینکه در تشیع، تشیع افتخار میکنه که در کتابت اوله و اولین به اصطلاح مؤلفان شیعه هم، مؤلفان اسلام هم شیعه هستن. چرا؟ به خاطر اینکه 100 سال کتابت حدیث در اهل سنت ممنوع بود، ولی شیعه حضرت علی به اون تحریم و ممنوعیت و عمر تن نداد و خودش می نوشت، به دیگران هم دستور داد می نوشتن، شاگردانشون هم می نوشتن حدیث ها و مطالب و خبره چه گفتشون می نوشتن، کار ندارم نوشته اونها چیزی باقی نمونده. ولی نقل قوله، چرا امام هفتم، امام هشتم، امام رضا که در اوج تمدن اسلامی هست در دوران معمونون هم در خراسان مهد تمدن قدیم ایرانی، چرا دو کلمه ننوشته؟ مهمترین چیزی که از امام رضا روایت شده همون حدیث سلسلت الذهبه که میگن آمد در نیشابور وقتی میرفت به طرف طوس، به طرف خراسان میرفت، در اونجا یه دی جمع شدن و نمیدونم که یمن رسول الله برای ما سخن بگو، یه سخنانی گفت و یه کلمه، یعنی یک جمله هم بیشتر نیست، کلمت و لا اله الا الله حسنی، عرض کنم که کلمه خداوند مثلا لا اله الا الله حسنی هست و من امینه و من دخل حسنی امینه من عذابی، این هم معروف شده به حدیث سلسله ذرب. چیزی بیش از این از امام صادق، امام رضا، بخشی از مناظراتی هم که بعضی از عالمان اهل سنت داره، مثلا نصارا و یهود و اینها داره، اینها هم تو کتاب ها نوشتن. و جالب اینه که در تمام این روایه اینایی که مناظره کرده امام رضا، همه جا اون آدم هایی که اونور نشستن دارن مناظره میکنن، آدم های بی سواد، پخمه، آدم هایی که زود قانع میشن، زود شکست میکنن، امام رضا اون بالا نشسته با هیبت تمام داره همه رو محکوم میکنه. واقعا اینجوری بوده، فلان سخنگوی فلان عالم مثلا مسیحی میامده با امام رضا گفتگو میکرده، مناظره میکرده، شکست نمیخورده، خیلی راحت شکست میخورده. نه بابا، خب معلومه که اینا رو بعد ما ساختیم دیگه، بعد از این ما اینا رو برای اینکه اماممون رو بزرگ کنیم و اون مخالفان رو بگیم آدمای ابله و نادان و جاهل و پخمه بودن، بی سواد بودن، اینو ساختیم. فیلمایی هم که تو جمهوری اسلامی میسازه همینه دیگه. فیلم امام رضا رو ساختم، من بخشای از این رو دیدم، همینه. خب وقت شما رو زیاد نگیرم، طولانی شد صحبت من. برای منم این سوال مطرحه که چرا این امامان ما چیزی ننوشتن؟ البته ما از امام صادق انتظار نداریم که مثلا، یا امام رضا انتظار نداریم که بیاد در علم فیزیک و شیمی، یا را بگذاریم که میگه امام رضا، امام صادق 4000 شاگرد داشته. او 4000 نفر تو مدینه کوچک اون زمان کجا میشستن این 4000 نفر؟ آخه 4000 نفر میگه میشه درس داد. 4000 نفر 4000 نفر شما دارید صحبت میخواهید بکنید، حرف میخواهید بزنید، مگر این حرفای شما رو 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر میشنون؟ مگر اونورتر میشه بشنون؟ آخه یه شعری میگن که تو قافیه‌شان گیر میکنن، به نظر من 4000 شاگرد، این 4000 نفر. بعد امام صادق طبق روایاتی که داریم، امام ششم در همه علوم زمان خودش مسلطه، درباره همه علوم به اصطلاح نظر داده، شاگرد تربیت کرده. کو این شاگردا؟ آیا امام صادق تونسته در علم شیمی تحول ایجاد کنه؟ در علم فیزیک چه تحول ایجاد؟ همه علم فیزیک همون زمان تونسته؟ البته من چنین انتظاری ندارم از امام صادق ها، من حرفم با اونایی که چنین ادعایی میکنن. امام صادق یه معلم دینی بوده، یه رهبر دینی بوده، یه پیشوای دینی بوده، میتونسته که مردم رو موعظه کنه، حدیث بگه، روایت بگه و مردم رو روشنگری کنه، با مفاهیم دینی، با ارزش های دینی آشنا کنه. بیش از اینکه من از امام صادق ما انتظاری نداریم. ولی اون کسانی که یک چنین انتظارات عظیمی از امام صادق درست کردن و مکتب امام صادق رو چه کرده و چه کرده و چه کرده، خب جواب بدن، خب اینا رو منطقی روشن بکنن دیگه. خب حالا اگر برگردیم به همون سوال، چرا امام ائمه بعدی خودشون چیزی ننوشتن که ما امروز اینقدر دچار اختلاف نباشیم؟ ما بفهمیم که امام 11 هم مثلا فرزندی داشته یا نداشته. خب اگر از اون زمان سند و مدرکی از خود امام سجاد باقی مونده بود، امام 11 هم باقی مونده بود، یا خود امام 12 هم طبق منابع 72 که 2 سال زندگی کرده دیگه، غیبت 5 6 ساله بوده، امام شده، بعد دوران غیبت صغرا، بعد دوران غیبت کبرا، تا پایان غیبت صغرا، آغاز غیبت کبرا حدود 70 سال امام 12 هم زنده بوده. خب درسته در غیبت بوده، اتفاقا در غیبت فرصت بیشتری می‌داشته که بنویسه. چه شد؟ کجاست؟ اینا کجاست؟ رد پاش کجاست؟
در کجا باید اینا رو جستجو کنم؟ بنابراین من بازم به شبهه شما رو قوی‌تر کردم و برای من خودم جوابی واقعا برای این ندارم که چرا این ائمه بزرگوار ما در همون زمان، حتی در همون چارچوب حالا فیزیک و شیمی رو بذاریم کنار، ریاضیات رو بذاریم کنار، در همون چارچوب تربیت معنوی و حدیث و روایت و اخلاقیات و خودشون چرا چیزی مکتوب نکردن که ما امروز بدونیم که بابا مطمئن باشیم؟ چون اگر قرن سوم نوشته شده بود، قرن دو چهارم یا اوایل قرن چهارم نوشته شده بود، اینا امروز میتونستیم به اونا اعتماد بکنیم، همونجوری که به طبری اعتماد میکنیم، همونجوری که به یعقوبی اعتماد میکنیم، همونجوری که به مسعودی اعتماد میکنیم. خب همزمان اونا هم چیزی مینوشتن، امروز میشد رد پای اون رو تو کتابخانه پیدا کرد، نسخه های خطیش رو اینجا اونجا میشد پیدا کرد، میشد نسخه شناسی کرد. متاسفانه هیچ چیز از اینا نیست. این هم یکی از این ابهامات تاریخ عصر ائمه ماست. من پاسخی واقعا برای اون ندارم. خیلی متشکر، خیلی ممنون. ماشاءالله شما اینقدر اطلاعاتتون قوی هست که قسمت پرسش و پاسخ هم خودش یه سشن پرمحتوایی میشه. واقعا خیلی ممنون از شما. بازم تشکر میکنم، سپاسگزاری فراوان از شما و انشالله که در تماس هستیم و خدا توفیق بده که بتونیم بازم در خدمت شما باشیم برای درس گفتار دیگری. هر چیزی که شما صلاح بدونین ما به هر حال استفاده کردیم و استفاده خواهیم کرد، اگه بتونیم بازم با شما جلساتی داشته باشیم. اجازه بدین یه نیو مسیج هم دارم. نه ایشون تنکیو گفتن، اون مسیج هم که براتون خوندم. آرزوی سلامت روزافزون برای شما، برای خانواده و همه دوستانی که در جلسه هستن. انشالله که در تماس خواهیم بود. خیلی ممنون و خدا حافظ. انشالله. منم از همه شما و دوستان بنیاد توحید تشکر میکنم که به هر حال برای خود من توفیقی بود که حداقل بخشی از این نوشته‌های خودم رو مرور کنم، بازگویی کنم، چون بخشی از صحبتایی که در این گفته‌ها پرسش پاسخ‌ها گفته میشه اینا رو چه ننوشتم یا در نوشته‌های من نیست. اینجوری نیست که عیناً اون چیزی که گفته باشم عیناً اینجا تکرار بکنم. محتوای بحث‌های اونجاست. گاهی هم خب از رو خوندم، ولی پرسش و پاسخ و مجموعه اینها برای من یه توفیق عرض کنم که اضافه است که به هر حال این توفیق شما و دوستان نصیب من کردید. منم به نوبه خودم تشکر میکنم. ببینیم که بعدا دیگه بالاخره توفیق پیدا میکنیم که بار دیگر با یک بحث دیگر خدمت دوستان باشیم یا نه، اینو بعدا بعد با هم صحبت میکنیم شما. خیلی متشکر، خیلی ممنون. روز همگی بخیر، وقتتون بخیر، با امید دیدار. سلامت باشید. خداحافظ. خداحافظ.